عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت همه همراهان و همکاران حاضرین در جلسه و همینطور هموطنانی که ما رو از طریق کانال یوتیوب و اپلیکیشن کانون به صورت زنده دنبال میکنن یا در آینده خواهند دید. امروز 16 نوامبر 2022 برابر با 25 آبان 1401 و از ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی در خدمت شما هستیم از سری جلسات ویژه کمیته قانون دفاع از حقوق بشر در ایران منطقه جنوب آلمان با موضوع حق اعتراض، که امروز برنامه‌هایی که داریم به این شکل هست که آقای داوود لطفی گزارش آمار جانباختگان و بازداشتی‌های اعتراض سراسری رو برامون خواهند خوند و همینطور آقای سعید طایف رو داریم که موضوع روز جهانی خشونت علیه زنان رو برای ما ارائه خواهند داد. همچنین بحث آزاد رو هم داریم که موضوع بحث آزاد ما امروز سرکوب مردم توسط نیروهای نظامی و امنیتی خواهد بود. از دوستان هم تقاضا میکنیم که در بحث آزاد شرکت کنن و در این جلسه هماندیشی فعالیتی بهتر داشته باشیم. از آقای داوود لطفی تقاضا میکنم که سخنرانی خودش رو ایراد کنم. بفرمایید آقای لطفی. ممنون از شما. عرض ادب و احترام خدمت همکاران عزیز. امیدوارم که عصر خوبی رو داشته باشید. متعاقبا تسلیت میگم در گذشت بالغ بر 400 نفر از هموطنانمون رو در اعتراضات اخیر و ایمان داریم که به زودی زود تمامی این خونها شکفته میشه و نتیجهش رو به زودی زود خواهیم دید. به گزارش خبرگزاری هرانا، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این مدت حدوداً 2 ماهه 15100 نفر تقریبا از معترضان رو دستگیر کردن که در این میان فقط هویت 1954 تشون اعلام شده. 138 شهر در این 54 روز درگیر اعتراضات بودن و 444 دانشجو از 137 دانشگاه کشور به علت اعتراض به شرایط موجود بازداشت شدن. من یه بخش کوچیکی رو به دلیل زیغ وقت تعداد کمی از اسامی رو میخونم و کلن گزارش رو خلاصه تقدیم شما میکنم، ولی خب کاملش رو میتونید بعدا از روی سایت داشته باشید. آیسان آدیبیگ، دانشجوی دانشگاه مدنی تبریز، 20 مهر در تبریز دستگیر میشه که خوشبختانه آزاد شده. واران محمد نژاد، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر یزد، 21 مهر اهل سنندجه. محمد محسن نداف، دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی، تهران بازداشت شده. مهدی بهمن، نویسنده و نگارگر، 21 مهر تهران. سهیل خوشدل، 20 ساله رشت. مسعود قبادی، کارمند بازنشسته و مربی سابق تیم استقلال چرام. امین رضایی، 22 مهر تو یاسوج، زخمی به دلیل ضرب و جرح با قنداق تفنگ. بهروز یاسمی، شاعر، تهران. سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، تبریز. روژان محمدی، دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه تهران، تهران بازداشت شده، 20 ساله. قاسم بعدی، کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی در بوناب بازداشت شده. عباس گلشنی، دانشجوی معماری دانشگاه فردوسی مشهد. بهنیا شهبازی، دانشجوی دانشگاه علم و فرهنگ تهران، ایشون هم خوشبختانه آزاد شده. امید تهان بیدهندی، خبرنگار سابق خبرگزاری مهر در تهران بازداشت شده، از ایشون اطلاعی در دست نیست. حسن قمری، طلبه خلع لباس شده منتقد نظام، در کرج بازداشت شده ایشون. فریناز صراف، کارگردان و بازیگر تئاتر در تهران. محمد جواد معنوی، دانشجوی اقتصاد کشاورزی،
در نکاح. نیک یوسفی تدوینگر فیلمساز در شبکه‌های اجتماعی در تهران بازداشت شده. عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی بودن ایشون، روحانی منتقد، و در تهران ایشون بازداشت شدن. علیرضا یعقوبی دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی. زهرا زارع سراجی فعال مدنی و سیاسی در ورامین بازداشت شدن. آرشام نادری گرجی دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. اسماعیل خدایاری دبیر زبان انگلیسی خرمدشت تاکستان قزوین. محمد مؤمنی دانشجوی دانشگاه مازندران. شایان احمدی دانشجوی دانشگاه مازندران در ساری بازداشت شدند. امیر مهدیپور وکیل دادگستری عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی در تبریز بازداشت شدند. نیما فرغانی دانشجوی کارشناسی مکانیک دانشگاه مازندران. رضا حکمت همینطور. علی قنبری دانشجو مکانیک و آرمان بهزاد دانشجو رشته مهندسی کامپیوتر، هر چهار نفر این عزیزان در ساری بازداشت شدند در یک روز 25 مهر. بابک آملی راد دانشجو دانشگاه مازندران مقابل خوابگاه امام حسین دانشگاه مازندران شون بازداشت شده. نیلوفر فتحی معلم ریاضی تهران. حسین رضایی وکیل دادگستری تهران. رضا مرادخانی آبدانان. حسن لاله‌زاری آبدانان. سعید رحمتی آبدانان. احمد علیزاده معلم بازنشسته آبدانان. علی سبزی بوکسور ورزشکار یاسوج. رضا محمدی شاعر و از مدیران پتروشیمی آبادان در آبادان بازداشت شدند. ماندانا صادقی شاعر روزنامه‌نگار. آترین آذرفر هنرمند گرافیک سرندج بازداشت شدند. سوران عزیزی دانش آموز 17 ساله، ایشون هم با تاریخ بازداشتش مشخص نیست، جوان رود و همچنان مفقود هستین عزیز. آیدین جعفری پارساباد، وریا دلنگیز مریوان، فرزانه یحیی آبادی خبرنگار سابق خبرگزاری مهر در آبادان بازداشت شده. بهنام چگینی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران. سعید هیلچی شاعر مترجم فعال محیط زیست در اهواز بازداشت شده. فاطمه مشهدی دکتر دندونپزشک و استاد تمام دانشگاه بهشتی، استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی در تهران بازداشت شده. حسین کرمی دانشجوی حقوق دانشگاه علامه در تهران. خبات دهدار فعال کارگری در سنندج. غلامرضا اصغری معلم بازنشسته در اردبیل. فیروز نامی عضو کانون صنفی معلمان در اهواز. آرش رمضانی نویسنده و مدیر کتابفروشی آناجا در مشهد. این یه بخش کوچیکی بود از این تعداد بازداشتیایی که حالا هویتشون مشخص شد. نمیرسیم به دلیل ضیق وقت، من ادامه میدم مبحث رو با تعداد کشته شدگان. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر، در 22 استان کشور کشته شدگان معترض تایید شده. تعداد کشته شدگان به شرح زیر. این سازمان میگه بیشترین کشته ها به ترتیب از استانهای سیستان و بلوچستان، مازندران، تهران، کردستان و گیلان بوده. در بین کشته شدگان متاسفانه 52 کودک زیر 18 سال نیز وجود داره. بر اساس این گزارش آمار تایید شده کشته شدگان بر اساس تفکیک استانی تا حدوداً اوایل 15 آبان به این قراره: سیستان و بلوچستان 118 نفر، مازندران 33 نفر، تهران 30 نفر، کردستان 26 نفر، گیلان 22 نفر، آذربایجان غربی 21 نفر، کرمانشاه 13، البرز 9، خراسان رضوی 4، اصفهان 4، زنجان 4، لرستان 2، مرکزی 2، قزوین 2، کوهگیلوی بورحمت 2، آذربایجان شرقی 2، اردبیل 2، ایلام 2، خوزستان 2، همدان 2، بوشهر و سمنان هر کدوم 1 نفر. اسامی 369 حالا شهید نامشون رو بذاریم، کشته راه انقلاب نامشون رو بذاریم در این اعتراضات تا جمعه 20 آبان به قرار زیره: فریدون محمودی سقز، شهادت بر اثر شلیک ماموران امنیتی 28 شهریور. محسن محمدی دیوان دره 35 ساله، شهادت بر اثر شلیک ماموران امنیتی 28 شهریور.
محمد جواد فرمانی، شهر ری، 24 ساله، شلیک ماموران امنیتی. رضا لطفی، دهگلان، شهادت بر اثر شلیک ماموران امنیتی، 28 شهریور. زکریا خیال، پیرانشهر، 16 ساله، شهادت بر اثر شلیک ماموران، 29 شهریور. فرزین لطفی، رضوانشهر، 29 شهریور. میلاد زاره، بابل، 29 شهریور. فرجاد درویشی، ارومیه، 23 ساله، 30 شهریور. فواد قدیمی، دیوان دره، 30 شهریور. مینوی مجیدی، کرمانشاه، 30 شهریور. صدرالدین لیتانی، اشنویه، 27 ساله، 30 شهریور. دانش رهنما، ارومیه، 25 ساله، در روستای بالو در ارومیه، 30 شهریور به شهادت رسیده. ساسان قربانی، تالش، محل شهادت، مقابل پاسگاه رضوانشهر، 30 شهریور. امین معرفت، به معروفی هم شهرت داشته، اشنویه، 16 ساله بوده این عزیز، نام پدرش ابوبکر، و 30 شهریور به شهادت است. میلان حقیقی، اشنویه، 21 ساله، 30 شهریور. محسن قیصری، ایلام، 32 ساله، شهادت در نزدیکی پارک کودک در ایلام، شلیک به ناحیه سر و شکم، 30 شهریور. پویا شیدا، ارومیه، 18 ساله، نزدیک شهرک ولیعصر در ارومیه، شلیک مستقیم به قلبش، تاریخ شهادت 30 شهریور. غزاله چلاوی، 33 ساله، شلیک مستقیم به پیشانی، 30 شهریور. مهدی عسکری، گرمسار، 18 ساله، 30 شهریور. متین عبداللهپور، ارومیه، 30 شهریور. عبدالله محمودپور، ارومیه، 21 ساله، 30 شهریور. هنانه کیا، نوشهر، 23 ساله، ستارخان تهران، 30 شهریور. یاسین جمالزاره، رضوانشهر، 30 شهریور، پدر دو دختر بوده ایشون. مهراب نجفی، زرینشهر، فرزند محمد رضا، 30 شهریور. آرش پهلوان، مشهد، 27 ساله، 30 شهریور، شلیک مستقیم به سر، پدر یک فرزند بوده. فریدون احمدی، کردستان، 30 شهریور. محسن مالمیر، نوشهر، 30 شهریور، شلیک مستقیم به قلب. علی مظفری، قوچان، 30 شهریور، والیبالیست تیم سایپا بوده ایشون. امیرعلی فولادی، اسلام‌آباد غرب، 16 ساله، 30 شهریور. ایمان محمدی، اسلام‌آباد غرب، 30 شهریور. بهنام لایق‌پور، رشت، 30 شهریور. سعید محمدی، اسلام‌آباد غرب، 21 ساله، 30 شهریور. سید مهدی موسوی، زنجان، 15 ساله، 31 شهریور. روزبه خادمی، فردیس کرج، 22 ساله، 31 شهریور. امیر نوروزی، بندر انزلی، 16 ساله، 31 شهریور. مهدی لیلازی، مالیک کرج، 31 شهریور. مهداد بهنام اصل، دهدشت، 31 شهریور. پدرام آذرنوش، 16 ساله، 31 شهریور. مازیار سلیمانیان، رشت، 31 شهریور. عضو کانون هواداران تیم فوتبال سپیدرود رشت بوده. هدیه نعیمانی، نوشهر، 25 ساله، اول مه، در بیمارستان بهشتی بر اثر شدت جراحات شون فوت کرده. عرفان رضایی، بر اثر شلیک ماموران. ابوالفضل مهتیپور، امیر حسین شمس، مهدی قربانی، سعید ایران منش، کرمان، نام 30 شهریور. ابوالفضل اکبری دوست، لنگرود. عرفان خزایی، شهریار. مهدی ببنجاد، قوچان. روشان روشنا احمدی، بوکان. حدیث نجفی، کرج. رضا شهر پیرنیا، کرمانشاه. اینا همه 30 شهریور. محمد رضا اسکندری، 23 ساله، 30 شهریور. پارسا رضادوست، 17 ساله، هشتگرد، اول مه. محمد فلاح، 35 ساله، آمور. محمد حسین ترکمان، شاهینشهر، اصفهان. جواد حیدری، 40 ساله، 31 شهریور. محمد حسین خواه، مازندران، 31. مهداد عوضپور، نوشهر، 31. محمد رسول مومنیزاده، 31. وی هنگام دفاع از یک زن هدف گلوله قرار گرفته بوده. محسن پازوکی، پاکدشت ورامین، 22 ساله، قواس و تکاور نیرو دریایی بوده ایشون.
حسین علی کیا 23 ساله، عبدالسلام گلوانی 32 ساله. من به دلیل کم بوده وقت اسم بچه ها رو میخونم. سارینا اسماعیل زاده 16 ساله، مهسا موگویی 18 ساله، ابوالفضل آدینه 16 ساله، محمد جواد زمانی 16 ساله، احسان علی بازی 16 ساله، پویا احمدپور پسیخانی 17 ساله رشت، سیاوش محمودی 16 ساله تهران نازیاباد، نیکا شاکرمی 17 ساله تهران، امیر مهدی فرخی پور 17 ساله تهران، امیر رضا نادرزاده 19 ساله، امیر حسین بساتی 15 ساله دهمه کرمانشاه، نیما شفیق دوست 16 ساله ارومیه، محمد جواد زاهدی 16 ساله ساری با 95 گلوله ساچمه‌ای در سر و کمرش به قتل رسیده، اسماعیل دزوار سقز 16 هم بازداشت میشه و زیر شکنجه از بین میره 17 ساله، آرمین سیادی 18 ساله در دژیر کرمانشاه شلیک مستقیم، اسرا پناهی 15 ساله اردبیل برای سر زد مشهد، احمد رضا قلیچی 18 ساله اسدآباد همدان، آروین ململی گلزاری 18 ساله ایزه، آرنیکا قائم مقامی 17 ساله تهران بر اثر ضربات باکوم به باتوم به کما میره پس از 10 روز جان میباده، مهدی فرحانی 17 ساله خرمشهر بازداشت بوده زیر شکنجه از بین میره، مهشاد شهیدی 19 ساله، صدف موحدی 17 ساله بر اثر ضربات باتوم بر سرش در تهران ضرب مغزی میشه و از بین میره، سارینا ساعدی 16 ساله سنندج بر اثر ضربات باتون، آیناز جواهری 15 ساله، رضا خوشنود هولاری 16 ساله، ابوالفضل باو 16 ساله گلوله مستقیم به قلبش، احسان خاجوی در بالایی 15 ساله، اهل سنندج، محمد رضا سروری 14 ساله اهل تهران، ستاره تاجیک 17 ساله تبعی افغانستان ساکن تهران، دیانا محمودی کودک 7 ساله اهل پیرانشهر، امیر مهدی ملک محمدی 17 ساله تهران، نیما نوری 17 ساله کرج، محمد قائمی فرد 17 ساله دسفول، مهدی حضرتی 17 ساله کرج، محمد رضا سروری 13 ساله شهر ری، محمد حسین فرخی 17 ساله تهران، سپهر بیرانوند اهل خرم‌آباد، متین نصری 19 ساله سنندج، ۱۲۸ نفر هم در سیستان و بلوچستان هم در روز جمعه خونین 8 مهر ماه و هم 13 آبان خاش به شهادت رسیدن که حالا من فقط اسم بچه هاشون رو میخونم، موسی نارویی معروف به ویرا 18 ساله، دانیال شهبخش 11 ساله، محمد امین گمشادزهی 17 ساله، محمد علی گمشادزهی برادرش بوده 18 ساله، علی براهویی 12 ساله، محمود براهویی 18 ساله، محمد رخشانی 12 ساله، سامر هاشمزهی 16 ساله، محمد اقبال نائبزهی فاقد شناسنامه بوده 16 ساله، سدیس کشانی 14 ساله، متین قنبرزهی 18 ساله، جواد پوشه 11 ساله، جابر شیروزهی 12 ساله، یاسر شاهوزهی 16 ساله، امید سفرزهی 17 ساله، میرشکار اسم کوچیکش معلوم نیست، نامشخص بوده، کودک 2 ساله بوده، مونا نقیب دختر 8 ساله که در آغوش
خواهرش جون داد. عادل بریچی 15 ساله، پارمیز همنوا، یاسر بهادرزهی 17 ساله، مبین میر کازهی 14 ساله، پارمیدا مهدیپور 19 ساله، امیر حسین خوشرو 25 ساله اهل خرم‌آباد بوده که بعد از مراسم ختم نیکا شاکرمی هم توسط نیروها روبوده میشه و سرنوشت این بچه هم هنوز معلوم نیست. اینو من جدا نوشته بودم که خدمت شما عرض کنم. واقعا نمیشه در وصف این همه قساوت قلب، این همه بیشرفی، این همه بیشرمی چیزی گفت. یعنی زبان قاصره. ایمان دارم که به زودی تموم میشه، ولی یاد خاطره این عزیزان تا ابد میمونه در ذهن ها و فردای پیروزی باید نشست به عزا شد. فعلا وقتی برای به عزا نشستن عزیزان نیست، باید جنگید که خونشون پایمال نشه. ببخشید منو، امیدوارم که زودی تموم بشه. ممنون از وقتی که در اختیار من دارید. ممنون از شما آقای لطفی، گزارش دردناک ولی کاملی بود. دقیقا درست میفرمایید، قساوت و خشونتی که عوامل رژیم به کار میگیرن واقعا غیر قابل وصفه. یعنی فکر نمی کنم یک نیروی بیگانه، یک دشمن حمله کنه به یک کشوری و باز به این شدت بخواد خشونت به خرج بده. بعید میدونم همچین چیزی شاید تو تاریخ نبوده باشه، من واقعا نمیدونم. ولی این چیزی که ما داریم میبینیم از سمت یک سری انسان بر نمیاد، از کسی یک سری انسان بر نمیاد. واقعا اینا نمیدونم انسان نیستن که اسمی روشون میشه گذاشت. واقعا من خودم هم نمیدونم، متحیرم. تنها چیزی که من میتونم بگم اینه که امیدوارم این اونها پایمال نشه و به زودی بتونیم کشور رو آزاد کنیم از دست، یعنی خود مردم ایران بتونن آزاد کنن از دست این نیروهای اهریمنی انیرانی و اونها اینو پایمال نشه. اون عزیزانی هم که فرمودین شما بازداشت شدن یا براشون حکم صادر شده، من واقعا برام عجیب و من دیروز اینو داشتم میگفتم چطور ممکنه که شما یک پرونده سرقت رو در نظر بگیرید، حداقل 6 ماه 1 سال شاید هم بیشتر زمان میبره تا این دادرسی انجام بشه، مدارک بررسی بشه تا به نتیجه برسه بخواد حکم صادر بشه. اینا هنوز یک هفته نشده چطور به نتیجه رسیدن و حکم صادر کردن؟ اصلا عجیبه برای من، چطور ممکنه همچین. در صورت ممنون از این که گزارش تلخ رو خوندین، میدونم خیلی سخت بوده براتون، برای ما که شنیدیم سخت بوده برسه، برای شما که تعییر کردین یا خوندین. دعوت میکنم از آقای سعید طایف با موضوع روز جهانی منع خشونت علیه زنان. آقای طایف لطفا دست بلند کنید تا من شما رو پیدا کنم. بفرمایید آقای طایف، میکنم در شما. بله، درود به همکاران عزیز و عصر بخیر و ممنون از آقای لطفی که واقعا گزارش دردناکی رو خوندم و واقعا من تو این روزا میگم که قدیما ما میشنیدیم میگفتن که مرد گریه نمی کنه، ولی واقعا هر کی الان گریه کنه مرد. اینو به همه جا من میگم، واقعا اشک آدم در میاد. ببخشید شما خدمتتون. من سخنرانیم در رابطه با روز جهانی منع خشونت علیه زنانه. من سخنرانیم رو به چند بخش تقسیم کردم. در ابتدا در رابطه با تاریخچه نامگذاری روز جهانی منع خشونت علیه زنان کوتاه میگم، بعد بخش دومش خشونت علیه زنانه،
و در بخش سومش پیامدهای خشونت علیه زنان، در بخش بعدی چهارم تشدید خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی، و بخش پایانش یک نتیجه گیری کوتاه و سخن پایانی. روز جهانی منع خشونت علیه زنان. تاریخچه نامگذاری روز جهانی منع خشونت علیه زنان. در روز 25 نوامبر سال 1960 سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن با نام خواهران میرابل پس از ماها شکنجه سرانجام توسط سازمان امنیت ارتش این کشور به قتل رسیدند. جرم این سه خواهر شرکت در فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم دیکتاتور حاکم بر دومینیکن بود. 21 سال بعد یعنی در سال 1981 در همایشی که در بوگوتا پایتخت کولومبیا با شرکت مدافعان حقوق زن در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تشکیل شد، پیشنهاد اختصاص دادن روز قتل خواهران میرابل به روز نهی خشونت علیه زنان مطرح کردید. هدف از این پیشنهاد آن بود که هم به تلاش و جسارت این خواهران ادای احترام شود و هم افکار عمومی بیش از پیش به سوی نهی خشونت علیه زنان سوق یابد. سال 1999 سازمان ملل نیز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان به رسمیت شناخت. در راستای همین تصمیم یک سال بعد شورای امنیت سازمان ملل یعنی در سال 2000 قطعنامه 1325 را به تصویب رساند که عنوان آن بود زنان، صلح و امنیت. محورهای اصلی این قطعنامه به پیشگیری مناقشات و خصومت‌ها در درون و در میان کشورها، تأمین مشارکت زنان در حیات سیاسی و اجتماعی و نیز ممانعت از اعمال خشونت علیه آنها مربوط می‌شد. این قطعنامه مبنایی است برای آنکه خشونت‌های گوناگون علیه زنان بدون مجازات نمانند و عاملان آنها به پای میز محاکمه کشیده شوند. خشونت علیه زنان. با وجود گستردگی خشونت علیه زنان و تبعات زیانبار ناشی از آن، پنهان نگه داشتن اعمال خشونت و پرهیز زنان از واکنش فعال نسبت به آن یکی از مشخصات خشونت علیه زنان در تمام جوامع است. در نظام فکری مرد سالار، اشکالی از خشونت مردان در خانواده طبیعی محسوب می شود و به زنان می قبولانند که زن با لباس سفید به خانه بخت می رود و با کفن سفید از آن بیرون می آید. خشونت علیه زنان همیشه یک چشم کبود و دندان شکسته و دماغ خونی نیست. خشونت استرابی است که در جان زن است که فکر می کند باید لاغرتر باشد، چاقتر باشد، زیباتر باشد، خوشحالتر باشد، سنگینتر باشد، خانه‌دارتر باشد، عاقل‌تر باشد. خشونت علیه زنان به معنای هر رفتار خشن وابسته به جنسیتی است که موجب آسیب شده یا با احتمال آسیب جسمی، جنسی یا روانی و یا رنج زنان همراه کرده. همچنین رفتاری میتواند با تهدید، اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی صورت گرفته و نیز در جمع یا خفا رخ دهد. خشونت‌های آشکار علیه زنان را میتوان خشونت جنسی، خشونت جنسی غیر تماسی، خشونت کلامی، تجاوز، تنفروشی اجباری، بارداری اجباری، ختنه دختران، خرید و فروش زنان و دختران، خشونت علیه زنان کارمند و مستخدمان زن، خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت در زندان، تجاوزهای سیستماتیک، خشونت نگاهی و رفتاری و خشونت سیاسی نام بود و مسائلی چون دروغ گفتن، نفقه ندادن به خواسته های زن بیتوجه بودن، جدا کردن زن از کودکان یا خانوادهش، تهمت زدن، تهدید زن در محدوده جغرافیایی یا عدم مجوز به وی برای شغل یا تحصیل، سفر و غیره. مصادیقی از خشونت پنهان و فاقد نمودهای بیرونی هستند که اکثر پژوهش‌ها نشان دادند که خشونت روانی بیشتر اعمال می شود و ابعاد آن از خانواده‌ای به خانواده دیگر متفاوت است. اما در همه خانواده‌ها وجود دارد. معمولی ترین انواع خشونت علیه زنان خشونت جنسی، جسمی و کلامی است. خشونت جسمی شدید به دلیل نمود بیرونیش به شکل‌هایی از قبیل جراحات، کبودی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
خشونت جنسی نیز انواع متفاوت رابطه های نامتعارف و عدم گزارش خشونت جنسی را در بر می گیرد. زنان به خصوص در مناطق غیر شهری و غیر پیشرفته از فقر اطلاعاتی در این زمینه رنج می برند و به دلیل وجود زمینه های تربیتی نادرست از صحبت کردن درباره این مسائل خودداری می کنند. اما آنچرا که می توان شایع ترین نوع خشونت و به خصوص در ایران و مخصوصا با گسترش دین اسلام افراطی از سوی دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی محسوب کرد، خشونت کلامی است. بسیاری از زنان ما هر روز در معرض این خشونت قرار دارند، اما بنابر ملاحظات با ترس‌هایشان به ندرت در برابر این خشونت کاری انجام می‌دهند. هیچ کشور و فرهنگی در دنیا وجود ندارد که در آن زن‌ها از خشونت مردها کاملا در امان باشند. از هر سه زن یک نفر در زندگی مورد خشونت و اذیت واقع می شود. در کشورهای عربی و همچنین خاورمیانه خشونت علیه خانم‌ها آمار بیشتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد. همچنین در آفریقا نیز این خشونت بیش از خاورمیانه است. شبکه فرانس 24 گزارش مفصلی در این باره درباره این موزل جهانی منتشر کرده است که در آفریقای جنوبی به خصوص نیجریه تجاوزهای جنسی برای خانم‌ها بسیار زیاد بوده است و در کشورهای جهان سوم قتل‌های ناموزی آمارهای بسیاری داشته. پیامدهای خشونت علیه زنان. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد خشونت و آزار بر روی زندگی اجتماعی زنان تأثیر مخربی می‌گذارد. ترس از رویارویی با خشونت بر همه اعمال آنها تأثیر دارد و بر زوایای زندگی آنان سایه افکنده است و پیامدهای جبران ناپذیری بر روی روح، روان و جسم آنها گذاشته است. پیامدهای نظیر سقط‌های غیر ایمن، عوارض حاملگی، حاملگی‌های پرخطر، کم وزنی نوزاد، عفونت‌های تناسلی، ناتوانی‌های جسمانی، سردردهای مزمن، مصرف مواد مخدر، اقدام به خودکشی و اختلالات روانی و افسردگی. علت اصلی وجود خشونت در ایران هم وجود ساختار اجتماعی پدرسالار در جامعه کنونی است که در سلسله مراتب سازمان‌ها و در روابط اجتماعی افراد نیز قابل مشاهده است. خشونت علیه زنان نه تنها سلامتی و تعادل خود آنها بلکه اساساً نظام سلامت اجتماعی را به خطر انداخته و آسیب جدی به نسل‌های آینده و انسجام اجتماعی وارد می‌نماید. زنان خشونت دیده و آزار چشیده در پرورش کودکان، فعالیت‌های اقتصادی و تحصیلی، مشارکت در امور اجتماعی، فرهنگی و تسلط بر انواع مهارت‌های زندگی دچار ضعف اساسی بوده و پیامدهای این موزل سطح وسیعی از روابط اجتماعی را مورد تأثیر قرار می‌دهد. و قسمت بعدی تشدید خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی. حکومت اسلامی نخست با تحمیل حجاب اجباری و بعد با اجرای محدودیت‌های آموزش، اشتغال و قانونی کردن تبعیضات ضد زن تلاش کرد نیمی از جامعه را از صحنه زندگی اجتماعی حذف کند. این تبعیضات از قانون اساسی جمهوری اسلامی که بالاترین مقامات یعنی رهبری کشور و ریاست دولت را فقط برای مردان در نظر گرفته است شروع می‌شود. در کنار قوانین مبتنی بر احکام شریعت که به خودی خود ضد زن هستند، اظهار نظر مقامات روحانی و غیر روحانی جمهوری اسلامی نیز دست افراد نادان و ناآگاه مانند حزب اللهی ها و آتش به اختیار ها را برای ارتکاب خشونت علیه زنان باز می‌گذارد. همچنین مقامات و مدیران نظام تعدی و تجاوز به حرمت زنانی را که در دستگاه‌های خود جمهوری اسلامی با آنها به کار مشغولند، در عمل حق قانونی و شرعی خود می‌دانند. از سوی دیگر چند همسری، صیغه، کودک همسری و حق ارث و تعدی و آزار جنسی و تجاوز در قوانین کیفری تحت عنوان تمکین در زندگی زناشویی همگی مصداق بی‌حرمتی و خشونت علیه زنان است. در جرایم عادی نیز قوانین جزایی که بر اساس احکام شرع تنظیم شدند، زنان مجرم و همچنین قربانی را از نظر حقوقی برابر با مردان مجرم و قربانی نمی‌دانند و به امثال پدر رومینا اشرفی اجازه می‌دهند تا با تحمل مجازاتی بسیار کمتر از قتل عمد دختران و خواهران و همسران خود را سر ببرند. به علاوه گشت‌های انتظامی و ارشاد اسلامی
در کوچه و خیابان مزاحم زنان و دختران شده و با بی احترامی به ضرب و جرح و دستگیری آنها به دلیل بدحجابی می شود. ایدئولوژی مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی در شرع و در قانون مدافع و مروج تبعیض و حامی مرتکبان خشونت علیه زنان است و با همین پشتوانه صحنه‌های شنیع خشونت علیه زنان در ایران افزایش می‌یابد. به ویژه در جوامع اسلامی زن را می‌توان به عنوان یک شیء مورد نظر مورد معامله قرار و با مالکیت بر آن هر گونه خشونتی را بر آن اعمال کرد و زن را جنس مخالف نامید، ولی زن جنس متفاوت از یک مرد است نه مخالف، و غافل از آن هستند که زن یک انسان است. حتی تفکری که زنان می‌خواهند خود را با حقوقی برابر با مردان بدانند کاملا اشتباه است، چرا که یعنی زن قبول کرده که حقی کمتر از یک مرد دارد و سلطه‌گری مرد بر خود را پذیرفته است و در تلاش است خود را به حقوق مساوی با مرد برساند. و مردانی که روز زن را تبریک میگویند بدون آنکه از ارزش زن چیزی بدانند. و از نظر من زن هیچ ارزشی ندارد، چرا که ارزش را همیشه برای یک چیز و شی در نظر میگیرد، ولی زن زن است و یک انسان است. و در پایان نتیجه گیری کوتاهی کردم و نتیجه گیری یعنی که خشونت علیه زنان در همه طبقات اجتماعی، اقتصادی، نژادی، سنی و جغرافیایی یافت میشود، اما در برخی از جوامع شایع تر است. و سخن پایانی این که در این روز به خود، خانواده، دوستان و دیگران یادآور شدیم که خشونت علیه زنان به جامانده از دوران بربریت و وحشیگری است. خشونت علیه زنان از طرف هر فردی با هر عنوان و سطح سوادی که باشد نشان از ضعف درونی و نبود اخلاق و منطق است. زنان تجسم کننده امیدها و فرصتها هستند. حمایت از زنان و دختران در مقابل خشونت و توانمندسازی آنها برای ما، خانواده ها، جوامع و کشورهای قدرتمندتر را به ارمغان خواهند آورد. مرسی از اینکه صحبت های منو گوش کردید. ممنون. ممنون از شما آقای طاهر. ممنون از موضوع خیلی خوبی که انتخاب کردین و خیلی خوب بهش پرداختید. من صحبت‌های شما داشتم می‌شنیدم یاد اون امام جمعه اصفهان افتادم که اسید پاشی رو حلال کرد و یه تعدادی از این اراذل اوباش رفتن دختران اصفهانی رو اسید بهشون پاشیدن و بعد از گذشته چندین سال، نمیدونم 12 سال یا چند سال ازش گذشته، هنوز که هنوز هیچ اتفاقی هم نیفتاد و هیچ موضوعی هم پیش نیومد. پس بنابراین این یک خشونت علیه زنان سیستماتیک تو جمهوری اسلامی انجام میشه. ضمن اینکه این تو نتیجه گیری من باز یک مطلبی رو گفتیم که اخلاق مهمتره. من دقیقا اینو قبول دارم، چون همینجا تو کشورهای اروپایی میبینیم که قانون حمایت از زنان هست ولی همچنان خشونت علیه زنان هم هست. یعنی تا وقتی که فرهنگ سازی نشه و این اخلاق به سمت بهینه نره همچنین موضوعاتی رو داریم. خیلی ممنون از موضوعی که انتخاب کردیم و گزارش که خوندیم. از دوستان عزیز اگر کسی، بله آقای رایی عزیز بفرمایید، میشنم شما رو. بله، با درود به شما دوستان گرامی. از دو گزارش خوبی که آقای لطفی و آقای طایف خواندن که هر دوش واقعا ناراحت کننده است و متاسفانه به عنوان یه واقعیت لازمه بپذیریم که این مطالب هست. در مورد خشونت خانوادگی در ایران 45 نوع مختلف، آقای طایف حتما بهتر از من میدونن چون گزارششون نشون میده تحقیق کردن، 45 نوع خشونت وجود داره که حالا همینطوری که آقای طایف گفتن میتوانه به علت حجب حیای خانوما باشه که این خشونت کلامی رو در رأس این خشونت ها قرار میدن. ممکنه خشونت های فیزیکی یا خشونت های جنسی رو روشون نمیشه که گزارش کنن، اما یه سری خشونت ها هم به خود ما برمیگرده. در جمع نوع مقاومت و نوع حساسیتی که به خرج میدیم، از جمله به علت این که در فرهنگ ما اخلاق جای خودش داده به انضباط، آنچرا که ما اخلاق بین خودمون حساب میکنیم، بعضی هاشون
در واقع انضباط ربطی به اخلاق که جنبه جهان شمول داره، جنبه حقوقی داره، نداره. به عنوان مثال موقعی که من خودم براتون یه مثالی رو میزنم، یکی از دوستای من دکترای حقوق از فرانسه گرفت و مشکلی که داشت این بود که پدرش رفته بود زن دوم گرفته بود، بعد این آمده بود این مشکلی که تو خانوادهش پیش اومده بود به علت اینکه مادرش تحمل نمی‌کرد و اینا هم 3 تا 4 تا برادر خواهر بودن و همه هم طرفدار مادر بودن و مخالف پدر، روشون نمی‌شد در مقابل همچین خشونت پدری بایستن. بعد بنابراین اومده بود با ما مشورت میکرد، با ما چند تا از دوستای خودش، که راحل من جواب دادم که شما به عنوان فرزند مسئولیت حقوقی دارین، از مادرتون دفاع کنین، چون مادر شما جا حق داره و پدر شما کار ناشایستی کرده در اینجا. و میگه مادرم میگه که من اصلا احترام من تو خانواده، اون حساب کتابی که توی روابط خودم با اعضای فامیل و همینطور فرزندهای خودم رو دارم، این آمده خراب کرده و بنابراین من دیگه نمیتونم تحملش بکنم و بنابراین ترجیح میدم جدا بشم. در اینجا میبینید مسائل پیچیده. حالا من این به عنوان مثال گفتم چون مثال عینی است، این نشان دهنده اینه که حالا یه قسمت اینه که مسئله دیگه میزان حساسیت ما ایرانی ها نسبت به ملت‌های دیگه در پذیرش خشونت گاهی قد زیادیه. مثال بزنم، در فرانسه، حالا در شهرها، جاهایی که مردم خود فرانسه اونایی که غنی حساب میشن، حالا ثروتمندان غنی، اونایی که درآمدشون بالای 3500 او در ماه هستش، اونها محله‌های خاصی زندگی میکنن. خارجی‌ها، اونایی که درآمد پایینی دارن، در حومه‌های شهر و یا در محله‌هایی که پایین‌تر هست زندگی میکنن. به علت درگیری‌های شدیدی که پیش آمده و به علت اینکه مواد مخدر و قاچاق و اینا توی این مناطق فقیرنشین یا حتی خانواده‌های متوسط بالاست، پلیس دخالت میکرده. درگیری پلیس با مردم محله در فرانسه بالاست. در ایران الان تازه ما داریم میبینیم که مردم مقاومت میکنن. خیلی راحت میامده داخل خونه و همسایه ها هم حالا یا خیلی جاها میفهمیدن نمیفهمیدن یا اکثرا نشون نمیدادن. من به این نتیجه رسیدم که تا کنون مردم ایران مقاومتشون در مقابل این خشونت بسیار بالای نیروهای در واقع وابسته به علی خامنه‌ای به اندازه کافی نیست. لازمه که مقاومت گروهی بشه. الان جدیداً شنیدم یه بسیجی میگفت موقعی که رفتم توی یه کوچه، نه اینکه از یک خانه، از تمام خانه ها و نه اینکه از یک طبقه، از تمام طبقه ها سنگباران شدن. این نشان دهنده این هستش که موقعی که به طور جمعی مردم مقاومت میکنن، یعنی در موقعیت دفاع قرار میگیرن، طرف اومده داره تجاوز میکنه، آمده حریم خصوصی رو زیر پا گذاشته، برابر یک مقاومت عمومی لازمه. این مقاومت اون انسان بزرگترین سلاحش خودشه. هوش و استعداد انسان بالاترین سلاحست و انسان راه حل مقابله رو پیدا میکنه و لازمه که در این زمینه حساسیت ما نسبت به پذیرش خشونت بیاد زیاد بشه و قبول نکنیم. خیلی ممنون. مرسی. بله، ممنون از شما آقای رایی عزیز از نظر خوبتون. اگر دوستان عزیز نظری دارن لطفاً بفرمایید، اگر نه که ما میریم واسه بحث آزاد. جناب آقای گلزار بفرمایید لطفاً. با سلام خدمت همه عزیزان و تشکر از مقاله‌ای که اجرا شد و نقطه نظراتی که دوست گرامی ارائه دادن. خدمتون عرض کنم که تبعیض‌ها رو که می‌سنجن در سطح کشورهای مختلف متناسب با این می‌سنجن که ببینن در اون کشورها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، فرهنگی شرایط چگونه است. چون که وقتی یه موزلی هست به نام تبعیض در جامعه یا خشونت علیه زنان، این خشونت که یک دفعه که تولید نمیشه، که این در یه مجموعه، در یک زنجیره تولید میشه. بعد درصد فقر رو مثلا میسنجن، درصد اشتغال ها رو، شکل اشتغال ها رو میسنجن. مثلا در اروپا
به این به یک موزلی میپردازن به نام استفاده بیش از حد مشروبات الکلی و کسانی که الکلی شدن و خشونت در خانواده هایی که مصرف الکل خیلی بالاست. دیگه اونجا کاری به عقیده و مرام و نظر و دین و اینا ندارن، به اون مسئله میپردازن. یا مثلا در ایران وقتی که تحقیق میکنیم راجع به مسئله طلاق برخورد میکنید به خشونت های خانوادگی، در این حال برخورد میکنید به مسئله بیکاری، مسئله اعتیاد، اینها هست که یا دخالت خانواده ها در امور خانواده جوان که تازه زندگی رو شروع کردن، ببینید اینا هر کدوم یک نوع خشونتی است که وارد میشه، مجموعه اینها باعث میشه که مثلا طلاق رو ببینیم. در مسئله فقر هم به همین ترتیبه، یک بخشی از فقر خشونت هاست که در چارچوب خانواده انجام میگیره. اما اون 20 تا در حقیقت تبعیض عمومی هست که در سطح جهان بر علیه زنان اعمال میشه که متاسفانه وجود داره، جهان شموله، بستگی به مرام و دین و عقیده هم نداره، مسئله قدرته. یعنی اینکه اون که تشخیص داده میشه که کی قدرت داره و این قدرتشو میخواد اعمال کنه به عنوان مرد در چارچوب خانواده و حقوق زن رو ضایع میکنه، که بخش عمده اونها برمیگرده به دخالت مرد در امور رفتاری زنان و بخشش در رابطه با این قرار میگیره که زنان استقلال مالی ندارن، در درآمدی که پیدا میکنن یا همکاری که با همسر خود دارن این رو ندارن، این حالت رو استقلالش. جدیدن با یک خانواده صحبت میکردم که زن و مرد با هم کار میکنن و اونها زن حتی بیشتر مسئولیت داره در امور گرداندن اون شغلی که اونها دارن با هم دیگه، اون شرکتی که دارن، ولی در صحبت ها مشخص شد که اون ابتکار مالی رو و این که چه بکنن چه نکنن رو زن داره، مرد عهده داره و زن پذیرفته این رو. در بسیاری از خانواده ها این مرسوم متاسفانه که تصور میکنن که اون درآمد رو حتی از زن باید داد به مرد تا مرد تصمیم بگیره که امورات چگونه بگذره، و اینها نتیجه به اصطلاح خشونت هاییست که در چارچوب خانواده هست و در تربیت هم به همین ترتیبه. شما نگاه میکنید بچه که تربیت خوب میشه میذارن با حساب پدر، بچه که تربیت بد میشه میذارن با حساب مادر، و هیچ وقت جدا نمیکنن از همدیگه که نباید هر دو نقش داشته باشن، که متاسفانه مردها نقش بسیار کمتری دارن و زنها به عنوان مادر نقش بیشتری در این زمینه دارن، ولی تقسیم رو این شکلی نگاه میکنن. خانه رو میگن خانه پدر، اموال رو میگن اموال پدر. از این بابت هم هست که بچه ها از لحاظ مالی بیشتر احترام میذارن در سطح جهان به پدران خودشون، چون ناناورن، به مادر کمتر احترام میذارن از لحاظ مالی به خاطر که اون ناناور نیست، به اصطلاح وابسته به همسر. اینا انواع و اقسام تبعیض هاییست که در سطح جهان هست و متاسفانه باید از بین بره. ولی یه چیز خیلی مهمی که هست، یه دینها رو میگوین اینها نشأت گرفته از دین. مثلا بگیم در دین مسیحیت میگه که زن رو برای این که ارضا بشود مرد و کامیاب بشود از دنده چپ مرد او رو ساخت. خب حالا این تبعیض رو چه شکلی نگاه کنیم؟ آیا در خانواده ها چقدر نقش داره؟ یا اینکه در فقه بسیاری از قوانین گذاره چون که تبعیض از علیه زنان، آیا این رو در خانواده ها که تبعیض انجام میدن بر خاطر اون عقیده مرامی است؟ به نظر من تأثیرش خیلی خیلی کمه، این عقیده منه. چرا؟ برای اینکه بسیاری حالا حداقل تجربه خانواده های ایرانی که مهاجرت کردن و از کشور اومدن بیرون که اعتقادی هم مثلا به دین و یا فقه و اون صورتی که اطلاع داشته باشن ندارن، اومدن رفتن تو کشورهایی که مثلا حتی کشورهای اسکاندیناوی که سطح آزادی برخوردار شدن خانوارها از حقوق خودشون خیلی بالاست، ببینیم چه درصد طلاق خیلی بیشتره. چرا؟ برای که اون عادتها و اون خواسته هایی که مردها دارن تغییر پیدا نکرده، زورها و خشونتها همون رفتار رو به خودشون نگه داشتن. بعد از 20 تا 30 سال هم که زندگی میکنن تا
تبعیض‌ها میرسه به اینکه به جدایی. اون تغییر بنیادین که باید انجام بشه در سطح خانواده‌ها در کل جهان، اون قبول حقوق برابره. اگر پذیرفته شد حقوق برابر و برابری در تصمیم، اون موقع میتونه یک تأثیر عمومی گذاشته بشه در سطح جهان که این نابرابری از بین بره. حالا در کشورهایی که انجمنها و نهادهایی که بیشتر در این، من تمام میکنم دو جمله، اونها بیشتر پرداختن به این مسئله، به اصطلاح تحول بیشتر شده. اون کشورهایی که نهادهای مدنی درش ضعیف هستن این تحول ممکن نشده. خیلی ممنون، میبخشی که طولانی شد. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما آقای گلزار عزیز. آقای رایی شما را میشنویم، بفرمایید لطفا. بله بله، خیلی ممنون از آقای گلزار بابت توضیحاتشون. ببینید، یه سری مسائل در ایران هم یک نواخت نیست. مثلا خشونت مردان در استانهای بلوچستان و لرستان بیشتر هست از برخی استانهای دیگه ایران. مثلا در مازندران و گیلان میزان خشونت مردان نسبت به زنان پایین ترین است. چرا؟ این برمیگرده به مسائل درون فرهنگی ما یا درون مذهبی ما، که من دین نمیگم و مذهب میگم، یعنی این تفاوت‌های آداب و رسوم مذهبی هم به نظر میاد که کار دست ما میده. یه نمونهش آقای طائف اشاره کردن، مثلا ختنه کردن و اینا، که تو همون استانهایی که خشونت زیاده هم متاسفانه همین عادات غلط هم وجود داره. نکته دیگه ای رو که میخواستم، البته خیلی نکات رو میشه اشاره کرد، بیشترین خشونت ها تو همون سال اول ازدواج دیده میشه، اینطوری که آقای طباطبایی، یعنی دکتر طباطبایی مطالعه کردن. یک سال اول ازدواج خشونت ها زیاده. دوران تنگنایی اقتصادی هم مشکلات زیاده، که این ربط پیدا میکنه بیشتر از همه به رژیم ولایت فقیه، وضعیت اقتصادی رو ایجاد کرده. و توجه داشته باشین که کینز اقتصاددان بزرگ یک نکته ای رو گفته در مورد تورم، که شما اگر میخواهید یک جامعه رو از هم بپاشانید، شما میخواهید به یک جامعه ضربه بزنید، بهترین کاری رو که میتونید بکنید، مؤثرترین روشی رو که میتونید اتخاذ بکنید تورم هستش. ایران جزء معدود کشورهای دنیا است که بیش از 50 سال تورم به حداکثر سالها دو رقمی داره، و بنابراین یکی از مخربترین کشورهای اقتصادی دنیا هستش. و این تنگنای اقتصادی توی روابط خانوادگی مشکل ایجاد میکنن. نکته دیگه، در دوران میان سالگی خانوم ها دچار این خشونت ها میشن. حالا این چرا؟ این خودش یه بحث دیگه است. و در دوران بارداری دچار این خشونت ها میشن، پس از تولد بچه هم دچار این خشونت ها میشن. مواردی هستن که نشان دهنده این هستش که در دوران فشارهای روحی یا فشارهای خاصی که به وجود میاد، این میزان خشونت‌ها بالا میره و قابل حل هست این مسائل از طریق دولت رفاه. و بنابراین یکی از خواستهای ایرانی ها، یکی از مشکلات ایرانی ها، برطرف کردنش توسط خود خانواده نیست، بلکه توسط دولت و سیستم اقتصادی مناسب هست. هرچی هم بخواهیم در واقع آموزش بدیم ولی این مشکلات قابل حل نباشه، متاسفانه این خشونت‌ها هم باقی میمونه. مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما آقای رایی عزیز، ممنون از صحبت‌های شما و آقای گلزار و دیگر دوستان. میرسیم به موضوع بحث و گفتگو امروزمون، که موضوع بحث ما امروز هست سرکوب مردم توسط نیروهای نظامی و امنیتی، که البته این موضوع تازه‌ای نیست، از گذشته بوده تا امروز. شاید یکی از بارزترینشون کشته شدن ستار بهشتی در بازداشتگاه بود، که خیلی به صورت گسترده رسانه‌ای شد. در همین چند وقت اخیر، در دو ماه گذشته هم، حتی در پیش از اون، در زمانی که مهسا امینی عزیز رو پلیس گرفت و متاسفانه جانش رو از دست داد، اینا همه نشانه خشونت پلیس هست. البته در این دو ماه گذشته سرکوب وحشتناک و
عجیبی رو دیدیم، همونطوری که آقای لطفی تو گزارشتون عنوان کردن، از طرف نیروهای نظامی امنیتی طرف مردم به طرف مردم طرف های وحشتناکی شد، از گلوله های جنگی حتی استفاده شده در بلوچستان، به خصوص طبق گزارش آقای گلوسی هم بیشترین کشته ها رو در بلوچستان داشتیم. در هر صورت موضوع بحث و گفتگو امروز ما حول همین موضوع هست، سرکوب مردم توسط نیروهای نظامی و امنیتی. بنابراین از همکاران و حاضرین در جلسه تقاضا میکنم اگر نقطه نظری یا سوالی دارن بفرمایند. بله آقای رایی میشنویم شما رو. بله ما در خیلی ممنون آقای شایگان. ببینید ما یه مسئله رو الان لازمه به طور جدی با هم بررسی کنیم و اون این هستش که ما چگونه میتونیم پیروزی خودمون رو نزدیک کنیم و از راه حل های مختلفی که پیشنهاد میشه کدوم راه حل عملیه یا عملی تره، کدوم راه حل ها ضایعات زیادی داره و مشکلاتی رو ایجاد میکنه. نظر من این هستش که این جنبش عمومی که الان در پیش گرفتن که با تحسن و در واقع تظاهرات و اعتصابات همراهه و با پیشتازی خانوم ها و دانشجوها همراهه بهترین روشه و جواب میده. جواب میده رو در طول تاریخ ایران جواب داده ها که مهم شناخته شدنشون جنبش کاوه آهنگره با همین روش جنبش عمومی که خود مردم میان، اما میزان خشونت مزدورای رژیم و با فرهنگ دینی که خودشون بهش اعتقاد دارن با این محارب با خداها، یعنی با اون کسایی که جنگ با خدا میکنن که به اسم دین خودشون هم این کار رو میکنن، اینها آنچنان خشونت رو بردن بالا که این سوال پیش میاد که چگونه از خودمون دفاع کنیم. چگونه از خودمون دفاع کنیم مسئله مبارزه مسلحانه رو تو ذهن ها میاره که مطرح شده قبلا در تاریخ ایران، تجربه هم شده و دوباره هم تجربه میشه، دوباره هم به عنوان فرضیه مطرح میشه. توجه داشته باشیم ما تو چهارراه دنیا قرار داریم و موقعی که در این چهارراه دنیا میخواهیم از خود دفاع کنیم، بیشتر از جایی خیلی از کشورهای دنیا لازم است که بر روی حقوق بایستیم و بر روی حقوق ایستادن هم به این مفهوم هست که خود رو موجودات حقوقی بدانیم، جامعه حقوقی بدانیم که راه حل های مستقل داره و مستقل هم به معنی این هست که بر حقوق جهانی تکیه میکنه، بر حقوق ملی تکیه میکنه، بر حقوق منطقه‌ای تکیه میکنه، یعنی بر افکار حقوقی تکیه میکنه. و موقعی که بر این افکار حقوقی تکیه میکنه، این توانایی رو برای خود قائل هست که از طریق استعداد انسان، از طریق راه‌حل‌های انسان راه‌حل رو برای خود پیدا کنه و دخالت تو کار خودش رو نپذیره. این همه جای در همه دموکراسی‌ها این استقلال اصل دموکراسی هست، ولی در منطقه حساس خاورمیانه ارزش برجسته خاص هم داره. چرا؟ به عنوان مثال در تاریخ ایران ما وابستگی رو تجربه کردیم. فتلیشا با ناپلئون قرارداد بسته برای دفاع مشترک علیه کی؟ علیه روسیه. اما همون روسیه با همون ناپلئون قرارداد میبنده، دور میزنه این قرارداد و بر علیه ایران میشن. ما اینو بارها این وابستگی رو تجربه کردیم. بس بنابراین موقعی که داریم از دفاع صحبت میکنیم، اگر دفاع مستقل ملی رو مطرح میدانیم، یعنی که اگر مبارزه مسلحانه و دفاع مسلحانه پیش میاد، باز از همین نیروهای ملی میخوایم، یعنی میخوایم که قسمتی از بدنه نظامی بپیونده به مردم که اگر مقابله ای هم هست با امکانات خودمون باشه. ولی اگر بخوایم تکیه کنیم به سازمان ها و گروه هایی که این امکان مبارزه مسلحانه رو دارن، وابستگی رو لازم داره. به این علت این سرها رو باید بده دیگه، بودجه هم که ندارن خودشون، بنابراین کسانی باید بدن، اونا هم که بدن دخالت هم پشت سرش خواهند داشت. پس تازه معلوم نیست نتیجه بده. نتیجهش نمونهش سوریه نتیجه نداده، عراق نتیجه نداد. در عراق یک استاد دانشگاه و یک استاد دانشگاه امریکایی با هم یه تحقیق کردن ببینن در این عراق چقدر کشته شده در این جنگ‌های داخلیش. اونها مطالعه که کردن دیدن بیش از 1,000,000
چند صد هزار نفر در اونجا، اگه درست یادم باشه 1,800,000 نفر در عراق کشته شده، الان نمیگن اون رقم رو، که از این میزان کیا این خشونت رو انجام دادن؟ نزدیک به 30% رو جمهوری اسلامی انجام داده، نزدیک به 30% رو عربستان سوری انجام داده و نزدیک به 30% رو ارتش خصوصی امریکا انجام داده. پس میبینیم این مبارزه مسلحانه در عراق نتیجه که نداد، درگیری جناهای نظامی شد با هم دیگه. پس در این خشونتی که ما الان لازم راه حل پیدا کنیم، لازم توجه بکنیم به این که به میزان هرچه بیشتر تفاهم، دوستی، روابط حقوقی رو بین خودمون بالا ببریم، در از جمله در همین خانواده بالا ببریم، شانس موفقیت خودمون رو بالا بردیم. به این علت که حساسیت اخلاقی ما بالا رفته نسبت به خلافا و نگاه اخلاقی ما نگاهی دفاعی میشه، هیچ تحمل نمیتونه بکنه هیچ خشونتی رو، نه در داخل خانه از طریق نظام در واقع کلامی که میبینید نیروهای سرکوب هم به شدت فوش و بدبیرای رکیک میدن، متاسفانه در ما وجود داره دیگه، در خانواده ها وجود داریم، فوشایی که قسمتش جنایی است، این فوشای سکسی است، نمیدونم چی رب پیدا میکنه به مسائل جنسی، و بنابراین لازمه این قسمت بدنی خودش رو اصلاح بکنه، جامعه که خودش اصلاح میکنه راه حل پیدا میکنه. یه قسمت اینه، قسمت دیگه این هستش که در این راه حل ها همواره این ابتکار مرتب گسترش پیدا بکنه، خوشبختانه داره گسترش هم پیدا میکنه، راه حل هم پیدا میشه. از جمله این راه حل ها که پیدا میکنیم، راه حل های ایجاد ترس و وحشت در نیروهای سرکوبه، از چه طریق؟ از این طریق که این گونه هم نیست که همینطور اوورت بیان بزنن و بکشن، اینا مقاومت های دفاعی محلی و مردمی هم ایجاد میشه. خیلی من زیاد حرف زدم، مرسی. خیلی من ممنون از شما آقای رایی عزیز. البته هرچند که موضوع بحثمون نیست، یک سوال پیش میاد اینجا که حالا بعد شما درست فهمیدین گزینه نظامی هم یکی از یعنی رویکرد نظامی جنگ مسلحانه، حالا هر اسمی که روش گذاشت، این هم یکی از گزینه هست، ولی موضوع اینه که یک سمت رژیم قرار داره که خب زرادخانه داره، مهمات داره، اسلحه داره، فلان داره، ولی خب مردم اسلحه نداره، نهایت بخوان یک پادگان رو تخلیه کنن و حالا چقدر اینجا مهمات داره که بخوان مقابله کنن با سربازهای رژیم. یک موضوع دارم که اصلا رژیم به هر حال نیروهای سرکوبگرش آموزش دیدن، مردم خب خیلی آموزش ندیدن، بنابراین من خودم شخصا امیدوارم هرگز به اون نقطه نرسه، یعنی بحث درگیری نظامی و درگیری جنگی پیش نیاد. من واقعا امید دارم که به اون نقطه نرسه. ولی خب از سوی دیگه هم خب وقتی میبینی که نیروهای سرکوب با این خشونت دارن ملت رو سرکوب میکنن، خب از سوی دیگه خب حرف میدیم به مردم که بتونن از خودشون با هر روش، با هر موضوعی مقابله کنن با اینها دیگه. در هر صورت اینها همین دفاع مشروع به هر حال در همه جای دنیا در همه قوانین ذکر شده. خب آقای رایی رو دوباره بشکنم، بفرمایید شما. بله من موافقم با دفاع، ولی با بزرگترین اصله انسان هوش و استعداد انسانه، اون دفاعی رو لازم از خود بکنه که نتیجه میده، و بنابراین محاسبه کردن، استراتژیک عمل کردن، از هوش عاطفی یعنی از هوش استراتژیک استفاده کردن بسیار مهمه. مردم ما در سال 57 سه کودتا رو با هم روزهای 21 و 22 بهمن رو خونسا کردیم، آمدیم تو خیابونا، خمافرا جلو افتادن، کودتای بختیار رو خونسا کردیم، همون روز کودتای جنرال هویزه رو خونسا کردیم، و همونطور کودتای بعضی از افسرهای مثل جنرال اویسی و اینا رو، تیمسار اویسی و اینا رو کنترل کردیم. موقعی که یک مردمی به جنبش میان، در مرحله پیروزی توان سرکوب به میزان زیاد میاد پایین. شما همه الان نگاه کنید، دو سال پیش، سه سال پیش، سال 98 اینها برای یک اعتراضات 1500-600 نفر کشتن، الان دو ماه اعتراضات و مقاومت و جنبش مردم
پیش آمده اینا 400 نفر رو کشتن، خیلی زیاده این 400 نفر، ولی نشان دهنده این است، یک نشان دهنده قاعده ای هست و به میزانی که مقاومت مردم گسترده‌تر میشه توان سرکوب میاد پایین و به میزانی که رژیم توان قایم کردن و سانسور و نمیدونم حرکات ضربتی و شوک و ایناش به میزان زیاد میاد پایین، توان مقاومت مردم، ابتکارهای مردم میره بالا. یعنی رژیم الان در وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته. حالا من نمیگم یک تلنگر، بعضیا میگن یک تلنگر کافیه بیفته، چون نمیدانیم، اما اون چیزی که میدانیم اینه که این دو سه روزی که همین الان توش هستیم ببینید چه توانی ماها داریم و چه توانی که رژیم رو به طور کلی عاجز کرده در راهش. شما ببینید الان بسیار، من الان یه خانمی همین الان از ایران اومده، من امروز بعد از ظهر باشون نهار می‌خوردم و برای ما توضیح میداد، میگفت الان دیگه مسئله حجاب تو ایران هر گشت ارشاد قشنگ گذاشتیم کنار، راحت میام تو خیابونا و منی که خانم 60 ساله هستم راحت میام تو خیابون بدون حجاب، اصلا کاری به کسی به من نداره. اگر هم جاهایی سرکوب بوده دیگه الان نیست. خب نشون میده که ما یه جاهایی که درست عمل میکنیم، هم با هم عمل میکنیم، سرعت دفاع ما از خود بسیار بالاست. حالا این یه نمونه شه. نمونه دیگرش این هستش که همون کوچه که برای شما خودی بسیجی توضیح داده دیگه، که توی کوچه رفتیم و اصلا صحبت از یه نفر دو نفر نیست، تمام محله بوده. و این نشان میده که موقعی که مردمی با هم اعتماد میکنن به هم دیگه، رادیو بازار گسترش پیدا میکنه. رادیو بازار کدوم رادیو؟ مردم دهن به دهن نقل میکنن، حرف میزنن و تو این حرف زدن ها نشون میده همدلن، نشون میده که برنامه مشترک داره، نشون میده فهمیدن مشکل است میشه. همین فکر مشترک یک خشونت زدایی است. همین که ما با هم تشخیص میدیم که این رژیم مانع هست، یک خشونت زدایی بزرگ، تنها راه حل نیست اما یک راه حل بسیار مهمه. یعنی ما میتوانیم، ما الان به توان خودمون اهمیت پیدا کردیم، شعار نترسید نترسید با همه با هم هستیم شده شعار بترسید بترسید با همه با هم هستیم. این شعار بسیار معنیدار هست و همینطور شعارهای دیگه، شعارهای دیگه که بدیها رو، حالا بعضیش تقابلی هست ولی نشان دهنده این است که مردم فهمیدن مشکل اصلا فساد و درگیری و خشونت خود رژیمه و مردم در اینجا خواهان اخلاق هستن، خواهان حقوق خود هستن و مهم این استش که مردم فهمیدن که همه حقوق رو با هم باید بخواییم، نه اینکه بعضیاشو دونه دونه خواهی ها، یه ذره یه ذره خواهی ها به این معنی است که من ضعیفم چون همه رو نمیتونم ازت بگیرم، بعضیاشو میگیرم، شدنی نیست. موقعی که حقوق رو میخواییم، حقوق یک سیستم کامل با هم میخواییم، این هم دومین خشونت زدایی میشه که ما به اینجا رسیدیم که همه حقوقمون رو زیر پا گذاشتن. مثل این میمونه که ما بگوییم حالا چون جلوی دهن منو گرفتی من نفس نمیکشم، یه ذره بزنم بکشم، نمیشه. نفس کشیدن یک امر طبیعی است و باید مقاومت کرد برای گرفتن تمام نفس کشیدن. همینطور حقوق دیگه. این نکته دوم. نکته سوم این هستش که مردم متوجه شدن که به کیها میتونن به عنوان پیشتاز عمل بکنن. مولوی یک حرف بسیار خوب در این زمینه میزنه، میگه موقعی که خشونت اعمال میشه این مردا هستن که بر زنها حاکم میشن، اما موقعی که خشونت برمیداریم این زنها هستن که اداره کنندگی اصلی رو به دست میگیره. حالا من میگم کلمه تو شعر یادم نیست ولی میخوام به شما بگم از نظر تاریخی اینو میشناسیم، این که خانما جلو افتادن و این که دانشجوها جلو افتادن و این که میدانن کیا میتونن این اطلاعات رو ببرن تو خانواده ها که همین جانشجوها هستن، خودش یک عامل دیگه خشونت زدایی است. یعنی جامعه فهمیده که چگونه عمل بکنه و بنابراین داریم به سرعت جلو میریم و این خودش داره نتیجه میده. یعنی اون صحبت هایی که ما به عنوان احتمال میکنیم، علتش این هستش که انسانیم، تجربه بررسی میکنیم، میخوایم استراتژی ها رو درست تعیین کنیم و در این استراتژی ها حواسمون جمع هستش که طرف هم، طرف مقابل هم برنامه سرکوب داره، مورد حمایت هم داره. به عنوان مثال همین بسیج اینا تا
دور دیده تو اسرائیل هستن برای سرکوبی ها. یعنی همون سرکوبی رو که فلسطینی ها رو میکنن اسرائیلی ها، این اون رو ایرانی ها دارن اعمال میکنن. همون برنامه هایی که قبل از ایران در اسرائیل پیاده شد، نمیدونم اصلاح طلبی و نمیدونم حالا کتابیایی ما از سرزمینتون بریم بیرون، همون ها رو در ایران پیاده میشه. پس تجربه های شناخته شده رو مرتب تر. یعنی قدرت همواره یک استراتژی مشخص، وسیله های مشخصی رو اجرا میکنه و شناسایی اونها رو از خلی سلاش میکنه. ابتکار و تنوع رو حقوق داره، آزادی ها دارن و در این زمینه هستش که ما دست برنده رو داریم و داریم دست برنده خودمون رو قشنگ نشون میدیم. مرسی، خیلی ممنون. بله، ممنون از شما آقای رایی. شما به آبان 98 اشاره کردید و الان هم به آبان 1401 و این اعتصابات سکوهمندی که تو این دو روز انجام گرفته. من آقای سبزیان اتخایی میکنم الان میکروفون دست به شما میذارم، ولی اگه این حرف رو نزنن اتحاف واقعا در حق عزیزانی که در ایران دارن این گونه سکوهمند رو شجاعانه دارن مقاومت میکنن در برابر این رژیم آخوندی. سه مرتبه فکر میکنم در این 60 روز گذشته من واقعا اشک ریختم. یک موقعی که ابتدای این اعتراضات شروع شد و وقتی که از تهران و تبریز و بلوچستان و جاهای دیگه همبستگی خودشون رو با کردستان نشون دادن، یعنی یک فتنه ای رو که 40 سال بود ما میپرسیدیم گذشت، یعنی ما رو ترسونده بودن به این زیبای خودتا که واقعا خیلی زیبا بودی همبستگیه. مورد دوم حماسه برلین بود که واقعا چنین حماسه بی نظیر بود به نظر من. حالا فارغ از این که تو بحثای پیش اومد یا پیش میاد، اصلا من به اینا کاری ندارم، ولی خود این حماسه یک حماسه تاریخی بود. و موضوع سوم همین دو روزی هست که درش هستیم که دیروز و امروز اعتصابات بی‌نظیر گسترده‌ای بود که در فکر می‌کنم طبق اون چیزی گفتن 17 استان و چندین شهر، یعنی تمام این 17 استان شهرهای مختلفه به صورت یک جا و یکسان بوده. خیلی واقعا سکوهمند بود به نظر من. درسته که عزیزانم دارن توی ایران جونشون به خطر میدادن برای آزادی، هزینه های سنگینی داریم میدیم دارن میدن، ولی این سه مورد رو من میخواستم بگم. یک مورد دیگه هم عزیزان اتخایی میکنم واقعا اینم بگم که تحریمایی که تا قبل از این ماجرا قد بر ایران تحمیل میکرد چقدر ما الان میبینیم که تحریمای مضحکی بوده. یک شرکت ابرآوران یا FR1، حالا اسم دقیقش رو من نمیدونم، تحریم کرده، از دیروز اینترنت تو ایران به راحتی در دسترس مردم هست. میخوام بگم که چقدر تاثیر داره یک تحریم درست، و این تحریم درست هم در واقع به این برمیگره که ایرانیان خارج از چین، اینایی که تو خارج از کشور هستن، فشار رو گذاشتن بر دولت آلمان و دولت آلمان مجبور شد که اینو تحریم کنه. این دو نکته رو من خواستم بگم. آقای سرجان عذرخواهی می‌کنم، واقعا بفرمایید لطفاً. درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران. نه آقای شاکر، من لذت بردم از صحبتتون، هم از صحبت همه دوستان. خدمت رو عرض کنم، من یه نظر خودم فقط میدم، یه نظر کاملا شخصی خود. ببینید سرکوبی که الان ما هست بحثیمه در بچه هایی که الان هستن الان توی ایران و شهرهای مختلف که هستن دارن سرکوب میشن، یعنی حق طبیعیشون داره تو سرکوب میشه. یه اعتراض آقا یه اعتراض استفاده است که حتی تو قانون اساسی خودشون هم هست. من حتی نمیگم خودمون، چون من قانون اساسی خودم نمیدونم اصلا. تو اونم هست، اونو دارن سرکوب میکنن. و ببینید دیگه من نمیدونم فاطمیون، زینبیون، نمیدونم زهراییون، مهراییون، اصلا همه جا دارن نیرو میارن میرن سر این ملت. شما سرکوبگر، من نمیدونم سرکوبگر حالا بچهای حالا عرب تو خود جنوب ایران باشن، نه طرف قشنگ معلومه این عربی که داره صحبت میکنه عربی ایران نیست،
حالا شاید بگیم مثلا احتمال داره اونجا باشه، نه اصلا معلومه، یا طرف اصلا فاطمیونه، یعنی شیعه هایی که مثلا از افغانستان یا هستن که مثلا میرفتن برای نمیدونم محافظت از حرم، نمیدونم چی از اون مال حرم، طرف اومده داره ملت رو میزنه و داره سرکوب میکنه. من اینو خیلی بارها گفتم، آقا خیلی میگم در حد سعی میکنم نمی یه دقیقه دقیقه جمعش کنم، و منم کاملا مخالفم، یعنی با صحبت های آقای رایی و آقای گلزار تا حدودی موافقم، در مورد مسلحانه من کاملا مخالف، چون ببینید مسلحانه تش به همون نتایج میرسه، اما خل سلاح که میشه کرد، شما مثلا بتونی خل سلاح کنی طرف، بابا یه شوکر داشته باشه آدم با شوکر بزنه، شوکر که نمیکشه، میشه اگر شوکر آدم خورده شوکر نمیکشه، آدم خل سلاح کنه داره با تیر میزنه ملتو. حالا من نمیگم بریم کلاش بگیریم و کلاش بزنیم، خل سلاح که میتونیم بکنیم، یا حداقل این میخ میخواد درست کنیم بریزیم زیر چرخاشون، واقعا بریزیم زیر موتوراشون، بالاخره راه دیگه، شما اینم استراتژی دیگه. نظر منو، من اینو نظرمو به عنوان سبزیان میگم، نه به عنوان فعال حقوق بشر، به عنوان سبزیان دارم یک شخص، و به نظر من الان دیگه شرایط جوری شده که من میبینم فکر درست رو، و صحبت آخر، جمله آخر آقای شایگان، من نظرم اینه که تبلیغ خشونت نکنیم درست، ولی تبلیغ ترس هم نکنیم، بیایم تبلیغ شجاعت کنیم، بیایم شجاعت رو تبلیغ کنیم، بیایم شجاعت رو تکثیر بدیم، خشونت نکنیم قبول، ولی حداقل شجاعت رو نشون بدیم. این مهمه که ببینن. ما همین امروز هم یه ویدیو دیدم، یه خانم یه کاری داشت میکرد، میگم من الان چون امروز اصلا حضور ذهن ندارم، اصلا یادم رفت، ولی یادم اون کارش که کرده بود و یه کاری بود که اصلا داشت تبلیغ شجاعت میکرد. و آیه شایگان، در مورد اون مورد صحبتی هم که شما گفتید، گریه که ما زیاد کردیم دیگه، ما دیگه هر روز داریم گریه میکنیم، ولی توی برلین من تنها موقعی بود، تقریبا میتونم میگم حالا بگیم میشه گفت دو ماه دیگه عملا، تنها موقعی بود که حالم یکم بهتر بود، چون همبستگی رو میدیدم، طرف از سوئیس اومده بود، طرف از یه دونه روستا نمیدونم از فرانسه اومده بود، از یه جا نمیدونم از لندن اومده بود، کل حتی از یه دونه بود بچه ها از کانادا بودن شده بود اومده، میشه چقدر هزینه کانادا تا برلینه، باز اومده بود، باید همبستگی زیباست. من میگم خشونت باشه، ولی ببینید خل سلاح با خشونت به نظر من فرق، اینی که نذارید شما آسیب ببینید خشونت نیست، بابا میگن دفاع از خود. الان من یه سوال از آقای رایی دارم، از آقای گلزار عزیز، شما فرض کنید میرید تو خیابون، حالا فرانسه یا آلمان، یکی میخواد بیاد خفگیری کنه، شما مثلا میاد دفاع میکنید، بعد پلیس بیاد شما اگه اونو بزنید، میان میگن که آقای رایی شما بازداشتی به دلیل مثلا طرفو زدی یا بازداشت کردی، یا مثلا آقای گلزار مثلا شما میگن تو آلمان یکی اومد شما رو خف کنه، مثلا شما تو سر خودتون دفاع کنید، بعد بگم مثلا نه شما جفتتون رو ببریم زندان. میدونی؟ حالا تازه این شرایط معموله، ما اصلا شرط معمول نداریم ایران. من اصلا میگم آقای شایگان اگر سیفت کنم. من خواهش آقای سبزیان عزیز، درست میفرمایید. حال دفاع مشروع هم بکرم دیگه، تو همه قوانین مجاز شناختی شده. آقای گلزار میتونیم شما رو بفرمایید. تشکر آقای سبزیان و همچنین آقای شایگان به خاطر احساس زیبایی که شما از خودتون تعریف کردید. آقای سبزیان همیشه پر از شور و هیجان و احساس، اصلا حقم دارن که داشته باشن. خدمتتون عرض کنم که کس نگفته که من وایسم یکی بیاد منو بگیره بزنه، منم میگم خوب زدی، بزدی این برای گوشم، اون برای گوشم هم بزن. این قاعده اصلا تو دنیا هیچ جا نیست. اگر هم این قاعده رو قاعده کردن، قاعده استبداده. این قاعده با حقوق انسان هیچ ربطی نداره. شما، ما دفاع میکنیم از خودمون، همونطور که مردم تو ایران دفاع میکنن. مردم تو ایران با تفنگ ساچمه‌ای میزننشون، اینا با سنگ جواب میدن. نه خیر بیستن بگن حالا با گله نمیدونم RPG-7 منو بزن، معلومه که جواب میدن. یا اینکه یه جاهایی هم که شما گفتید خل سلاح هم احتمالاً کردن. ولی اینکه ببینید خشونت زدایی یعنی که رفع خشونت، نه تولید خشونت.
یعنی حالا که من تو رو زدم، دفاع کردم، تو فرار کردی، نه اثر یک کوچه هم میگیرم، با یه میله آهنی میزنم تا مغزت بپره بیرون. این دیگه میشه جنایت. این قرار نیست که این کارو بکنه، چون این جنایت رو داره رژیم میکنه. ما به خاطر که اونها جنایت میکنند میخواییم انقلاب بکنیم که از دست جنایت نجات پیدا کنیم. قرار نیست بگیم جنایت شما زشته، جنایت ما قشنگه. نه، جنایت جنایت. پس بنابراین باید نجات پیدا کنیم. یه تجربه ها رو نباید تکرار کرد. در دوره انقلاب 57 همه تقصیر آقای خمینی نیست. تقصیر ملت هم باید گفت. وقتی ملت میان میگن قلب منی خمینی، بت شکنی خمینی، وای به روزی که امام حکم جهادم دهد. جهاد برای کی میخواست بده؟ یعنی هر مخالفی رو میخوام بریم سر ببریم. خب آقای خمینی هم حکم داد، اما نه دست مردم، اول داد دست خلخالی، لاجوردی، گیلانی، غیره، اول داد دست اینا، بعدم دست آدمای موزوری که پیدا شدن که یه دونه جسم داد دست اینا، اینا رو آرومشون کرد، مطیع خودش کرد، شد ابزار قدرتش که هنوزم سر قدرت هست. نباید گول بخوریم که خیال کنیم که اگر فریاد خشونت طلبی دادیم فردا نجات پیدا کنیم. نه، هر کسی که بگوید من بیشتر مدافع خشونتم، اون میشه در آینده میاد سر قدرت. شما تو در ایتالیا نگاه کنید، فریاد مردم به طرف این هست که خارجی ها مقصرن، دست راستی ها، هی مردم دست راستی شدن، رأی دادن به تندروترین فاشیستا، اومدن سر قدرت. دیگه این فاشیستا نیستن که اومدن، مردم هن که به اونا رأی دادن. این شعارهای هم که امروز ما میدیم بیانگر اینه که فردا چه کسانی مدیریت کشور رو عهده‌دار بشوند. مردم تا امروز همین بحثایی که ما میکنیم خیلی بیشتر، هر شب جوان ها میشینن با هم میکنن، چند تا جوان هستن مرتب با من در تماسن، میگن ما هر شب بحث میکنیم که فردا چه شعاری بگیم، فردا چی کار کنیم، فردا چه شکلی مردم رو دعوت کنیم. یه گزارش آوردن که چرا بازار تهران بسته شده تو ایسنا، برید اونو بخونید. تمام گزارش اینه که یه عده اومدن به این مغازه‌دارا تهدید کردن که اگر نبندید میان مغازه‌تون آتیش میزنیم. آیا تو این بازار تهران مغازه آتیش خورده؟ نه، مردم خودشون رفتن بستن، یه موقعیت فوق‌العاده پیدا کردن که همکاری کنن. حالا یه عده مخالفن ولی با این حال بستن مغازه‌شونو. پس بنابراین یه موقعیت‌های خاصی به وجود میاد. این بحثایی که ما میکنیم بقیه هم میکنن، اونها به نتیجه رسیدند که این روش درسته. شما نگاه کنید این همه فیلم میاد تو خارج، یکی از فیلم هایی که خیلی تکرار شده فیلم یه خانومی که از بالا فیلم برداری شده با یه دسته گل قرمز بی حجاب رفته بین نیروهای سرکوب به همشون گل میده. ولی یه چیز جالب اتفاق میفته، نه نیروی سرکوبی به اون خانم اعتراض میکنه، نه یکی از اون آقایون که گلا رو میگیره میندازه زمین، هیچ کدوم نمیکنن این کارا. این گل میده، اونا میگیرن. پس بنابراین یه آشتی به وجود میاد برای زنی که میخواهد از دست استبداد نجات پیدا کنه به نیروی سرکوبی که بهش گفتن برو نارو بزن. اصلا آدم تعجب میکنه ها. حالا در انقلاب 57 هم همین تکرار شده که رفتن به سربازها، حداقل من خودم شاهد بودم دم میدان مجسمه، موقع میگفتن در اصفهان بیشترین نگهداری رو از اینجا میکردن چون مجسمه رضا شاه بالا بود، دور تا دوری سربازا عصر بود، گفتن این سربازا دیگه اجازه نمیدن نیروهای تظاهرات بره به طرف شمال اصفهان، راه رو بستن. یک دفعه یه عده‌ای پیدا شدن رفتن گل دادن به این سربازا، تو سوراخ‌های تفنگشون گل گذاشتن و به همشون شیرینی تعارف کردن. یه عده‌ام یهو پیدا شدن رفتن چسبیدن به این سربازا، ماچشون کردن بیا با ما، یه عده اسلحه‌هاشون ریختن اومدن طرف مردم، تموم شد، تظاهرات ادامه پیدا کرد. این عشق شوقی که میدید اونجا ما هم همین کار کردیم. عشق شوق غیر ممکن یه دفعه ممکن شد. حالا چیزی که 40 سال این استبداد میگه به یه آخوند 5 تومن بدی دیگه از دستش نمیتونه در بیاری، اینا میخشون رو یه جور کوبیدن که 300 سال دیگه نمیشه این میخ از زمین کشی بیرون و 1000 تا شایعه های بی خود. حالا نگاه میکنید با یه حرکت های بسیار ساده این ملت با شعارهای فوق العاده، شما این شعاری که 40 سال مردم رو میترسونن
که اینها میکشن میکشن میکشن. الان شعارشون چیه؟ میگه شما یه نفر از ما بکشی هزار نفر جاشو میگیره. اصلا این اوج روحیه مثبت از یه جامعه است که نمیگه من اگه بکشن دیگه نمیام تو خیابون، میگه یکی از ما بکشی هزار تا جاشو میگیره. و این یک تحول بزرگ است. اما مجموعه این تحول رو به فال نیک باید گرفت. عمل کردی که ملت ایران نشون دادن، نه اینکه از سر ترحمه که مثلا صدر اعظم آلمان وزیر امور خارجی آلمان دفاع از مردم ایران میکنن، یا مثلا تو باشگاه فوتبال میبینید شما در کل همه به اصطلاح شعار دفاع از مردم ایران میدن، پرچم رو نور میندازن اونجا، خواننده هاش آواز ایرانی میخونن یا هرچی. این نشون دهنده عملکرد مردم ایرانه که مدافع حقوق موندن ضد خشونت. این وجدان اجتماعی رو در سطح جهان مدافع خودش کرده. این بالاترین ارزش، اینو باید خوب نگرش داشت. یک. دو، اینکه شعارهایی که تا به حال داده شده نفی نظامه. ما باید بریم به طرف اینکه چی میخوایم. جمهوری میخوایم چه شکلی؟ لایسیته میخوایم چه شکلی؟ اقتصادمون میخوایم بشه چه شکلی؟ میدونید اینا رو باید بگیم تو شعارامون. ما اول جنبش هستیم به نظر من، رسیدیم به مرحله همگرایی، یعنی بخش سوم تحول یک جنبش اجتماعی است. در این بخش الان تو این دو روز گذشته موفقیت خوب بوده. اگه همینطور تداوم پیدا کنه بقیه بخشا بهش بپیوندن، باید مشخص بشه ما چی میخوایم، و بعد از اینکه چی میخوایم باید مشخص بشه کی میخواد این مدیریت رو انجام بده. در هر صورت همش مثبت، تمام حرکت روزانه مردم ایران انرژی به انسان میده و سمت و سوش اینه که ما یه جامعه شاد و آبادی رو بتونیم ممکن کنیم که در حال ممکن کردنش هست. خیلی ممنون از حوصله‌ت. ممنون از شما آقای گذر عزیز. در مورد موضوع بحث امروز فکر می‌کنم یکم دور بریم ازش. آقای بفرمایید لطفاً. موضوع بررسی خشونت در جنبش آقای شایگان، درسته؟ نه نه، موضوع بحث بود سرکوب مردم توسط نیروهای نظامی امنیتی. بله. بنابراین این صحبتی رو که من و آقای سبزیان پیش آوردیم رب پیدا میکنه، درسته؟ که این باید با این سرکوب چه کار کنیم؟ آقای سبزیان نکاتی رو میگن که مورد تایید منه، من در صحبتهایی که با ایشون دارم، که آخه ایشون برداشتی رو که در مورد گل دادن دارن رو من باش موافق نیستم. ایشون فکر میکنن که ما میگیم در مقابل، یعنی شاید خودشون بهتر میتونن توضیح بدن، یا این برداشت شاید قبلا داشتن، این که میگیم در مقابل اسلحه مثلا گل بدیم. نه، بحث این هستش که اون کسی که اسلحه گرفته او رو خل سلاح بکنیم تو کلش. گل که میدی یعنی تو فرزندی مملکتی، فکر بکن تو میتونی آخه با ما باشی، برای چی جلوی مایی؟ در موقع حساس اثر میذاره. در سال 57 دیگه ببینیم، من یکی از اونایی بودم که از آذر 57، اول آذر 57، حالا آبان قشنگ یادم نمیاد، آذر قشنگ یادم میاد به علت حوادثی که پیش میومد، از اول آذر 57 تا 22 بهمن 57 هر روز تو خیابون بودم، جز اونایی بودم که مرتب تو خیابون، اون خیابون معروف تهران اسمش الان خیابان انقلابه، اون موقع شارزا بود، خیابون شارزا جلوی همیشه اونجاها، میدان 24 اسفند سابق فکر کنم میدان انقلاب الان میگن، و خیابون آیزنهاور که الان خیابون آزادی میگن، این ورا و اون طرف، طرف خیابون به طرف چیز اسمش یادم رفت، خیابون چی میگن بهش، به طرف تخت بولوار تخت جمشید، الان ممکن است بشم من را 43 سال ایران نبودم، اون که رسمش کارگر، نه کارگر نه، این خیابونی که چیزه به طرف شمران میره، به هر حال بغل دانشگاه رد میشه، اونجا مرتب ما اونجا بودیم و من میدیدم یا به هر حال من اونجا مرتب میدیدم تمام این تظاهرات بودم، سینما آتش گرفتن، سینما کاپری و سینما امپایر رو موقع رو به چشم دیدم، تظاهراتی که مثل موج می آمدیم جلو رو دیدم، نمیدونم آقای سبزیان چی دارن میگن، همه اینا رو من موقع دیدم و خودم تو شرکت داشتم، بنابراین من خودم یک تاریخ، اون ما 60 ساله ها 60 سال به بالا ها تاریخ اون انقلابی، یک موردی رو بر شما میگم، من خودم جزء این چیزی که آقای سبزیان میگن خلیصلا خودم شرکت داشتم،
بنابراین رتب خورده که من رتب کنه. من خودم در این خل سلا شرکت داشتم. یادم میاد 21 بهمن تا 22 بهمن که خل سلا میکردن در واقع پادگان ها رو، از توی پادگان باغشا تیراندازی اومد، من و چند نفر درخت رو انداختیم، یادم میاد قشنگ با تنه درخت زدیم دیوار باغ شاه رو شکوندیم، رفتیم اسلحه رو برداشتیم. حالا بعدن تحویل دادیم، اونو یه داستان اون موقع اعتماد ما بود اون موقع، متاسفانه بعدن متوجه شدیم که اشتباهاتی کردیم، ولی اون چیزی که اون موقع بود اینه که درست میفرمایید باید خلی سلا کرد، اما خلی سلا رو موقع مناسب لازمه بکنید، موقعش خیلی مهمه، زمانش خیلی مهمه، جوی که درش هستین خیلی مهمه. اگر شما من به عنوان مثال فکر کنیم، من توی باغ شاه الان قشنگ صحنه یادم، من که میرفتم بغل من یه دختری بود، با شما توی این جوی که همه رفتیم، دختری هم اومده داره اسلحه برمی‌داره، یعنی که جامعه همه با همه، بنابراین مورد حمایت بودیم ما، یعنی وجدان تاریخی جامعه با وجدان اجتماعی جامعه عجین شد و پذیرفت جامعه از خود دفاع کنیم، اونم که موقعی که تلنگر که میزدیم تموم بود، این کار کردیم. آیا الان اون تلنگره رسیده یا هنوز جامعه چیزه، یه دهی نیومدن؟ به نظر من زوده هنوز، ولی موقعیت مناسب. به اضافه این که ما که مجبور نیستیم مقاومت رو فقط از طریق تظاهرات و نمیدونم انواع، اصلا تنوع داره، اعتصابات یک نمونشه، در گفتگوها خودش یکی از مهمترین عامل ها هستش. پس بنابراین یه قسمتی از این مقاومت ما، مقابله ما، به قول شما خل سلا ما، و حتی مقابله در محله، به همین صورتی که گفتم دفاع کنیم این محله رو، نمیذاریم بقا تو بیا میراحتی بیا تو، مگر عاشورای سال 88 مردم خیابان‌های تهران فتح نکردن؟ اشتباه اون موقع این بودش که رهبرای اون جنبش داخل رژیم بودن، شب گفتن برگردیم خونه، نباید میآمدن خونه، با هلیکوپتر علی خامنه‌ای رو اون شب از تهران بردنش بیرون، اینقدر وحشت کرده بودن. خب فرداش مردم چیز تمام شهری که گرفتن رو پس دادن. اگر مثل الان مردم میماندن این طب... یعنی الان بین شعور ما رفته بالا، شعور انقلابی ما رفته بالا، شعور حقوقی ما رفته بالا، سال 88 این بود، همون سال 88 تموم بود، تموم بود و الان هم دیگه تو این 10 سالا داشتیم ایران میساختیم، نه نکردن این کارو متاسفانه، ولی الان دیگه این دفعه حواسمون جمعه و بنابراین لازمه که در اینجا استراتژی خودمونه برای رفع سرکوب زیاد کنیم و توجه داشته باشیم که این سرکوبی رو که رژیم داره میکنه در موقع ضعف قرار گرفته. فکر نکنید که بدنه سپاه پاسداران با این رژیمه، نیست متاسفانه، متاسفانه برای رژیم، خوشبختانه برای ما. بدنه این اون 200 نفر پاسداری که بالا هستن، اونا دارن اداره میکنن، اونا مشکل ما هستن، اونا رو لازمه نشونه بگیریم. این بدنه رو میتونیم وایسیم، می توانیم راههای مقابله رو پیدا بکنیم، راههای دفاع موزهی رو پیدا بکنیم، دفاع محلی رو پیدا بکنیم، راهها رو مثلا به عنوان مثال ببندیم، یا بعد از این راه بیاد منو سرکوب کنه، راهشو ببندیم، از قبل نگیم کجا میخوام تظاهرات بکنیم. این کاری که سال 88 متاسفانه میشد، الان خوشبختانه حواسشون همه جای ایران شده جای جنبش، و شما نگاه کنید همه جای جنبش این رژیم رو از چیز انداخته، از توان سرکوب انداخته. سال 88 عکس اسب تروا درست کردن که ما بریم اسب تروا رو بریم از اونجا وارد بشیم و بیایم بیرون و نمیدونم چیز کنیم. اون شب خب اینو فهمید رژیم، فهمید شب این خیابون آیزنهاور سابق آزادی فعلی رو بست. اونایی که قرار بود توی میدان چیز برن آزادی الان برن، نتونستن برن. بنابراین حالا اون شانس آوردیم اون روز ساتلیت امریکایی هم فیلم داشت میگرفت، فیلم گرفت، نشان داد که رژیم توی اون منطقه تمام طرفدارای خودش آورده، چقدر بودن؟ 50,000 نفر. با این همه از سر ایران که آوردن شد 50,000، آبروی رژیم رفت اون روز. ولی ما هم نتونستیم اون جنبش بزرگی رو که می‌خواستیم انجام بدیم، برای که از قبل مشخص بود که می‌خوایم همچین تظاهراتی رو بکنیم، یعنی خودمون به رژیم خبر دادیم که کجا نیرو تو بیار، در صورتی که تمام ایران مال ماست و همینطور راحل های دیگر میتونیم پیدا بکنیم. ولی حق با شماست، حق دفاع ما داریم از خود، اما حق دفاع هوشمندانه، نه اینکه چون حق دواده هر کاری بکنیم، این کارو بخوایم بکنیم، هر کاری بخوایم بکنیم توان سرکوب داره. ولی اگر بتوانیم خودمون رو تا
طوری برنامه‌ریزی بکنیم که موقع مناسبش رو پیدا بکنیم، راه حل‌های مناسبش رو پیدا بکنیم، حمایت مردمی رو داشته باشیم، مقاومت‌های محله‌ای، خیابانی، شهری رو گسترش بدیم و به موقع بیاییم، حتی میتوانیم برنامه‌ریزی بکنیم برای خلسلای عمومی چیز. این کار هم امکان پذیره، برای اینکه کشورهای دیگه این کارو کردن، ما چرا نتونیم این کارو بکنیم؟ مرسی، خیلی ممنون. ممنون از شما آقای رایی عزیز. خانم پروین محمدی، شما را میشنویم، بفرمایید لطفا. سلام عرض میکنم خدمت همه شرکت کننده ها. خب من فقط تنها چیزی که همیشه توی این مدت آزارم میده و خیلی اشکم در میاد شنیدن این سن و سال های اونهایی که فوت شهید شدن یا فوت کردن، و اینکه خب اینه که آزارم میده. اگه من احساس میکنم که اگر که همبستگی این تظاهرات توی ایران به طوری باشه که سن بالا و سن پایین مثل پدرها و مادرها با هم باشن، خب قدرت بیشتر میشه. چرا که من احساس میکنم اگر که بتونیم یعنی اگر که از 80 میلیون فقط 5 میلیون نفر بتونن توی کوچه ها و خیابون ها تظاهرات کنن، فکر میکنم این خودش خلع سلاح میکنه تمام این نیروها رو، میدونید. ولی الان اکثر شرکت کننده ها همه جوان ها هستن متاسفانه، و همین آماری که شنیدیم در اول جلسه، خب تمام سن پایین بودن و متاسفانه حتی ما سن 8 ساله رو هم داشتیم. چرا باید یک بچه 13 ساله با شجاعت بره جلو، اما مادرها و پدرهای ایرانی هنوز به اون قدرت و شجاعت نرسن که مثل جوانهای ما بخوان از کشور خودشون دفاع کنن؟ و این منو اکثرا، خب این آزار دهنده است واسه ما. مرسی از اینکه حرفام شنیدید. ممنون از شما خانم محمدی. دقیقا درست میفهمید، وقتی تعداد جمعیت زیاد باشه سرکوب کمتر خواهد شد دیگه قطعا، و این یک اصل هست. آقای رایی میشنویم شما رو. بله خیلی ممنون. نکته ای که خانم محمدی گفتن از چند جنبه قابل بررسی است از نظر من. یک این هستش که ما یک اشتباهی بزرگی رو ما ایرانی ها کردیم در طول این 43 سال، و اون این هستش که حتی اونایی که میتوانستن در ایران بمانن و مقاومت کنن کشور رو ترک کردن. الان یک جمعیت نزدیک به 7 میلیونی ایرانی ها در کارش کشور داریم که بسیار از اینا میتوانستن بمانن و در مقاومت شرکت کنن، و نه اینکه بیایند و منتظر باشن ملت کاری بکنن. این یک اشتباه بزرگه. بنابراین حالا خود رژیم هم آمده چی گفته؟ اون موقع که این صحبت کرد رو 10 سال پیش، گفته که 5 میلیون در خارج کشور هستن، 3-4% باشون مشکل داریم، یعنی اون فعالای سیاسی شناخته شده رو میگه، بقیه رو میگه مشکل نداره، میتونن برگردن ایران. بنابراین یه قسمت اینه. یه قسمت دیگه در رابطه با صحبت خانم محمدی اینه که افسردگی یکی از بلاهایی هستش که سراغ نسل دهه 60 ها و یعنی اونایی که دهه 60 رو دیدن، نه دهه 60 ها، یعنی دهه 40 ها، چهلی ها و دهی سی ها و دهی حتی پنجایی چهلی ها اومده، افسردگی بسیار بالاست. این رو یک تحقیق جهانی نشون میده که موقعی که بلا در یک کشوری بسیار غیر عادی هست، مثل یک سونامی، مثل جنگ، مثل بمباران شیمیایی، مثل کشتار علیه بشریت، که همه اینا رو دهی 60 ها دیدن، یعنی سال 60 و 61 در ایران کشتار علیه بشریت انجام گرفته، حداقل هزاران نفر بلکه ده ها هزار نفر در این دو سال کشته شدن. آماری که داده شده بین 10,000 نفر تا 35,000 نفر هست. حالا اسم لیست 10,000 نفریش رو اینترنت وجود داره، لیست 27. بنابراین این کشتار علیه بشریت رو دیدیم، این جنوسید رو دیدن مردم. جنگ 8 ساله که شهرهای ایران بمباران می شده رو هم دیدن، بمباران شیمیایی رو هم دیدن، و موقعی که بمباران شیمیایی رو افشا شد، حتی گروه های سازمان های کرد اون زمان سکوت کردن. بنابراین موقعی که با سازمان کرد صحبت میکنیم لازمه بگن چرا سکوت کردن اون موقع.
اون موقعی که ما افشا کردیم، روزنامه لوموند، آقای بنی‌صدر افشا کرد، روزنامه لوموند، بقیه سکوت کردن. فرانسه که اعلام کرد که دروغ و این خبر رو تو آقای شبنمان رئیس وزیر امور خارجه هستش و این برنامه، و بعد معلوم شد که درست گفتیم. و بنابراین توجه داشته باشیم مردم ما بلاهای بسیار زیادی رو دهیش هست دیدن. تمام این بلاهایی رو که میبینید نسبت به بلایی که دهیش هست سر ایرانی آمده بسیار کوچکتره. بنابراین یک افسردگی شدید، همونطوری که اون تحقیق علمی نشون داده، سر ما آمده و ما رو دوچار یک مشکل بزرگ کرده از نظر روحی. یک افسردگی یک مشکل بزرگ روحیه. نسل 80 ها چرا میگیم از اون آمده بیرون؟ به این علت که به هر حال یواش یواش با تمام مشکلات اقتصادی که جامعه داره، با تمام خشونت هایی که دیده و این برنامه، تونسته یک مقدار خودش رو از اون افسردگی در بیاره. ملت افسرده، ملتی که دچار فتالیسم، دچار جبرگرایی میشه و فکر کنه همینه، هرچی هم بلا سرش بیارن نتیجه نمیگیره که باید مقاومت بکنه، نتیجه میگیره که باید سازش بیشتر بکنه. براتون یه بار اینجا توضیح دادم مسئله ای رو از یه خانم یهودی در جنگ جهانی دوم، اینکه بچه‌ش رو داده بود به اون نازی، موقعی که دوستش بهش میگفت مقاومت بکن، تشخیص نمیداد که مقاومت راه حله، فکر میکرد که حداقل یکی از بچه‌هاش رو نجات میده و بنابراین سازش کرد. بس سازشکار انسان افسرده، انسانی که فکر میکنه دیگه جبرش، تقدیرش همین و کاری نمیتونه بکنه، اون نتیجه نمیگیره که سازش رو باید به مقاومت تبدیل بکنه، فکر کنه سازش بیشتر راه حله. در یک خانه، خانمی که کتک میخوره، اگر به این راه نیفته که باید انسان مستقله، انسان تواناست، شخصا هم اگه راه حل نداره که داره، خانوادهش وجود دارن، نیروهای مملکتی وجود دارن و میتونه ازش حمایت بکنه و خودش از این وضع در بیاره. ولی اگه به جای این کار فکر بکنه که مهربانی بیشتر با شوهر نجاتش میده، میتونه شوهره بدتر سرش بلا سرش بیاره و این فکر میکنه که راه حل هم اینه و هم بدتر بلا سرش پیش بیاره. برای اینکه الان صحبتی که آقای طایف خوندن، من در یک گزارش در این رابطه خوندم، در اونجا خانم‌هایی هستن تا آخر عمرشون تو همین خشونت خانوادگی باقی میمانن، به این علت که اولا استقلال مالی ندارن، ثانیاً مورد خودشون رو در این وضعیتی میبینن که فکر میکنن که راه حلی نیست. پس لازمه که توجه داشته باشیم در این وضعیت فعلی یکی از کارهای اساسی که لازم انجام بدیم کمیته‌های امداد هست، کمیته‌های امداد روانی، کمیته امداد مالی، کمیته‌های امداد همبستگی تو محله. پس به این صورت که اگر یکی از همسایه‌ها وضعیت بد داره، حداقل تو محله متوجه بشن، حداقل تو خود محله راه حل‌ها پیدا بشه. صندوق‌های اعتبار مردمی لازمه در این مرحله داده بشه، به این علت که کسانی اصلا حتی پول ندارن برای خرج روزانه خودشون. پس بنابراین در یک وضعیتی قرار گرفتیم که در وضعیت فقر قرار داریم، نه بیچارگی. وضعیت بیچارگی یک مقدارش روانی است که من فکر کنم هیچ چاره‌ای ندارم و فقر مطلقه، یعنی هیچی ندارم. اما وضعیت فقری که ما درش هستیم جامعه‌ای است که با همون امکانات محدودی که داریم اون رو میتوانیم عمومیش کنیم، راه حل‌های عمومی رو پیدا کنیم. و از جمله راه حل‌های عمومی که میتونیم پیدا بکنیم این هستش که شبکه‌های مختلف در زمینه‌های مختلف رو تشکیل بدیم که داریم هم میدیم و میتوانیم این رو روز به روز گسترش بدیم. مرسی خیلی ممنون. ممنون از شما آقای رای. خانم محمدی میشنم شما رو دوباره. یک سوال داشتم از حضورتون، میخواستم ببینم اطلاع رسانی در مورد اسامی کسانی که جونشون رو در این تظاهرات در ایران از دست دادن آیا چه مقدار کمک کننده هستش، و اینکه چرا که خودتون میدونید که توی ایران اطلاع رسانی خیلی ضعیفه، یعنی خیلی از مردم به طور کامل نمیدونن چه کسانی جانشون رو از دست دادن، حتی هستن کسانی که هنوز مفقود الاثر هستن و اصلا هیچ خبری ازشون نیست. و اینکه آیا تا چند درصد این کار خوبه که مثلا بخوایم توی این اینستاگرام یا هر حال توییتر یا چیزایی از این قبیل بتونیم که اطلاع رسانی کنیم، آیا کمک کننده هست یا نه؟ ممنون میشم بشنوم. بله خانم محمد، خب قطعا اطلاع رسانی اصلا جز وظایف ماست. ما یکی از وظایف یک شخصی که تو سازمان های حقوق بشری کار میکنه اطلاع رسانیه،
باید بتونیم اطلاع رسانی کنیم افرادی که بازداشت شدن یا افرادی که روبوده شدن و اسمی ازشون نیست یا افرادی که کشته شدن متاسفانه، اینا رو باید قطعا اطلاع رسانی کنیم، اصلا شکی درش نیست. آقای رئیس شما رو هم بشنویم، بفرمایید. بله خیلی ممنون. ببینید مسئله اطلاع رسونی به میزانی که خانواده ها بپذیرن که ساکت باشن چیزی نگن، خشونت های رژیم از این زاویه تقویتش کردن. این کاری که خانواده ها میکنن، مادرها میکنن، برادر مثلا مثل امینی میکنه و همینطور اموها و دایی ها و اینا میکنن، این کار صحیحه و این جلوی خشونت رو یه مقدار یکی از عوامل بازدارانه خشونته. توجه داشته باشیم یه کاری کنار این مطلب پیشنهادی که شما خانم محمدی کردین که داره اجرا میشه و خوبم هست که گسترش پیدا کنه، سال 88 یه کار خیلی خوبی اون موقع میشد الان نمیشه و اون بود که لیست سرکوبگرا رو، تصویر سرکوبگرا رو مردم منتشر میکردن جوونا سال 88. الان کمتر میشه، این نمیدونم امکاناتش نیست یا از دور این کار رو میکنم. برای اینکه توجه داشته باشیم در سرکوب دو تا شیوه وجود داره، در فرانسه من که جریق زرد ها چیز میکردن این بحث مطرح شد و در ایران هم همینطوره، یکی این که روبرو مقابله بکنیم، یکی این که از راه دور مقابله بکنیم. سال 88 روبرو مقابله میشد و فکر میکنم رژیم درس رو گرفته. الان این درگیری های نمیدونم زنجیرکشی و چماق‌کشی که از اول انقلاب اینا داشتن رو توی دانشجوها و اینا انجام میده، ولی تو مردم از دور شلیک میکنه و بنابراین گرفتن تصویر از دور یک مقدار مشکل شده و این لازم احتیاج شاید داشته باشه به دستگاه‌های خاصی. به هر حال هم لیست شهدا و اونهایی که زخمی شدن دستگیر شدن مهمه، هم ارتباط گرفتن با خانواده ها و خانواده ها افشا کردن و سکوت نکردن مهمه و هم این که اطلاعاتی رو خاصی رو اگر دارن اون رو نگه ندارن منتشر بکنن مهمه. کسانی که توی رژیم هستن نقش پیدا میکنن، کسانی هستن که دیدید الان هم بعضی وقت مثلا میشه یه فیلمی میاد بیرون که فلان مثلا شهر مثلا به عنوان مثال فرمانده نظامی استان گیلان اعلام کرده که اگر ما در مواردی نیرو به اندازه کافی نشه، اگر همه شهر رو تظاهرات میشد نمیتونستیم کنترل بکنیم. این گونه اطلاعات مهمه برای اینکه توان روانی رژیم رو میاره پایین، ضعف روانی رژیم رو نشون میده و توان جنبش ما رو نشون میده. پس بنابراین اطلاعات از داخل رژیم بیرون اومده یکی از وظایف اونایی هستن که با ما هستن، میدانیم من با ما هستن ولی سکوت نکنن، اطلاعات رو بدن بیرون. میتونه اصلا مستقیم روی یوتیوب و جای دیگه، حالا قبلا مجبور بودن برای رسانه ها بفرستن، الان دیگه اونم مجبور نیست، هر کسی به طور مستقیم خودش میتونه این کارو بکنه و بنابراین و بعد از اینکه اون رو منتشر کرد مثلا به فلان رسانه بگه که اینو شما پخش بکنید یا همچین چیزایی وجود داره که همون که الان هست. پس اون چیزی که مهمه یکی از بنابراین یکی از خشونت زدایی ها افشاگری هستش، افشاگری و نشان دادن و رژیم رو در مقابل چشم دنیا نشان دادن توان سرکوب رو میاره پایین. رژیم چرا سانسور میکنه؟ چرا انترنت رو قطع میکنه؟ برای اینکه میدانه که اگر در سطح جهانی منتشر بشه ارتباط جنبش در ارتباط قرار میگیره با افکار جهانی. بنابراین از ضعف‌های جنبش هم لازمه صحبت بکنیم چون دنیا داره تماشا میکنه و ما ضعف‌هایی هم در این جنبش داریم که لازمه اونا رو با هم گفتگو کنیم. موقعی که از حقوق داریم صحبت میکنیم، از حق حیات داریم صحبت میکنیم، از نفی اعدام داریم صحبت میکنیم و بنابراین لازم مرتب ما خارج کشوری ها به داخل کشوری ها بگیم شعار مرگ بر ندید. شعار مرگ بر ربطی به مقاومت نداره، شعار مرگ بر ربطی به آزاد کردن مملکت نداره، شعار مرگ بر ربطی به این که بعد از اینکه این رژیم رفت ما چگونه برخورد حقوقی میکنیم نداره. ما در یک برخورد حقوقی به دنبال تقویت حافظه تاریخی هستیم، به دنبال جبران هستیم، به دنبال درمان هستیم و به دنبال دموکراتیزه کردن بنیادهای اجتماعی، ادارجات، خانواده و تمام ارگانهای مختلف اجتماعی هستیم و در اینجا همه خشونتها رو نفی می‌کنیم که بالاترین و تبعیض آمیزترینش هم کشتن یک انسانه. حتی انسان جنایتکار هم نمیتونیم بکشیم به این علت که
اون هم قبل از اینکه انسان باشه به طور طبیعی حقوقی به دنیا آمده و میتوانه در واقع در شرایط مناسبی تغییر بکنه. مثال بزنم، جنایتکارهایی هستن که بعد که اینا رو در علی تهرانی بوده، این شکنجهگر بوده زمانش، موقعی که آمده در دادگاه گریه میکرده از کارهای غلطی کرده. پس وجدان رو لازم توجه داشته باشیم که این وجدان اخلاقی ما وجدان اخلاقی بدون خشونت هست و مرگ بر تطبیق نداره. ما از زمان میرزازاده عشقی این شعار دست از سر ما بر نمی‌داره. سرنگونی رژیم رو میتونیم بخواهیم، پایین آمدن میگن امسال سال خونه سید علی سرنگونه، این شعار خیلی خوبیه، سید علی سرنگونه و درست هم هست، سرنگون بود این رژیم، میتونیم بگیم ما میتوانیم بگوییم که در این رژیم عواملی هستن که اینها سرکوبگرن، اما تمام بدنه رو نمیتونیم نشانه بگیریم. چرا نمیتونیم تمام بدنه رو نشانه بگیریم؟ به این علت اینا تو فرهنگ سازشن، گمراهن، در واقع فکر میکنن که چون تمام جامعه تکون نمیخوره مثلا برن جلو، اینا هم شهید چیز میشن، تلف میشن، میشه بقیه میگن حداقل زندگیمون رو بکنیم، چرا بریم یه گاو پیشونی سفید بشیم مثلا. خیلی ممنون، مرسی. خیلی ممنون از شما. البته آقای رایی، من تو شعارهایی که دارم میشنوم شعار مرگ خیلی کمتر شده، به غیر از یه دونه که مرگ بر دیکتاتوره، که من فکر کنم شاید منظور اینه که نابودی دیکتاتوری، حالا اشاره به شخص خاص به نظر من نمیکنه، حالا شاید هم منظورشون اون شخص خاصیه که خودشون مد نظرشون هست، نمیدونم، ولی شعار مرگ رو خیلی کم من دارم میشنوم. یعنی شعارهای ابتکار، حالا بعضی شعارها هم هست که ما قبلا یه بار صحبت کردیم، ما واکنشی به هر حال هر نیرویی که حرفی میزنه مقابلش مردم سری شعار درست میکنن و پخش میکنن، ولی خب اکثر شعارها شعارهای خیلی فکر شده یه در واقع، یعنی مشخصی که در موردش فکر شده، در موردش صحبت شده، حالا قبلا بعد میاد پخش میشه در هر صورت. ولی با این حرف هم من واقعا موافقم که باید حتما افشاگری کنن خانواده ها، یعنی ما که رسانه آزاد داریم اینجا، میتونیم پخش کنیم با رسانه های خارجی، با افکار عمومی بتونیم بهشون بفهمونیم که در ایران چه خبره، و اینکه اطلاع رسانی کنیم کسانی که متاسفانه جان خودشون رو از دست میدن یا بازداشت میشن تو بازداشتگاه. خب ما میدونیم که رژیم وقتی در پیش چشم مردم یه همچین رفتاری رو میکنه، قطعا تو بازداشتگاه ها و تو جای بسته خب خیلی بدتره، خشونت خیلی بیشتری به خرج میده. در صورت اگر دوستان عزیز صحبت دیگه دارین لطفا بفرمایید، اگر نه که من یک جمع‌بندی کلی بکنم و جلسه رو تمام کنیم. خب گویا کسی صحبتی نداره. ما امروز جلسه ویژه‌ای داشتیم نمایندگی منطقه جنوب آلمان از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، و در این جلسه یک گزارش از آمار جان باختگان و بازداشتی های اعتراضات تقریبا 2 ماه گذشته رو آقای لطفی زحمت کشیدن قرائت کردن، همینطور آقای طایف هم یک مقاله رو آماده کردم با موضوع روز جهانی منع خشونت علیه زنان، که به نظرم مقاله بسیار خوبی بود. همچنین ما امروز موضوع بحث و گفتگو رو داشتیم با موضوعیت حق اعتراض، سرکوب مردم توسط نیروهای نظامی و انتظامی، که با مشارکت همکاران و میهمانان عزیزمون به خوبی برگزار شد. من خودم شخصا خب مواردی رو آموختم، یک سری مسائلی هم خودم دلم میخواست بیان کنم و گفتم، نظرات خودم رو هم اعلام کردم، بنابراین به نظرم جلسه خیلی خوبی بود. جا داره که از همکارانی که منو در این جلسه همراهی کردن و یاری کردن تشکر کنم. من رضا شایگان مسئول جلسه تشکر میکنم، از آقای اسفندیار
سنگری و همچنین سرکار خانم مرجان شبانه‌نژاد که مسئولیت ضبط صدا و ادمین رو بر عهده داشتم و همینجا در ساعت 19:55 دقیقه به وقت اروپای مرکزی ختم جلسه رو اعلام می‌کنم. ممنون از اینکه همراه ما بودید.